بینندگان عزیز سلام بر شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. چهارشنبه 28 مرداد 1394 و برابر است با 19 آگست 2015 میلادی. امروز سال روز فاجعه‌ای واقعا وحشتناک هست در تاریخ ایران، اون هم چیزی نیست به جز آتش سوزی یا سوزاندن 600 نفر به گفته ای که میگن 377 نفر تا 400 نفرشون فوت شدن و باقی هم سوختن به وضع خیلی بد. و در این رابطه خواستیم که از آقای بابک هروی در مورد این روز صحبتی داشته باشن. خیلی از دوستان گله کردن، گفتن آقا به همین زودی 28 مرداد 1332 رو فراموش کردید، والا ما نمیدونیم، بخواییم خودمون رو گیر بدیم به اونجا اینو چه کار کنیم. بعد یکی دیگه از دوستان نوشته بود حتما فردا هم آخوندا میگن که بابا 28 مرداد 1357 ول کنید و 28 مرداد دیگری رو بچسبید. امیدوارم که 28 مرداد دیگری به این صورت نداشته باشیم و به جز خوبی ها و خوشی ها چیز دیگری نباشه. من سلام میکنم به بابک هروی از کالیفرنیا، ایشون با ما هستن و میکروفون رو در اختیار ایشون میذارم. بابک جون، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان و تلویزیون مردم در سر تا سر جهان. ضمناً من ویدیوهای ارسالی و عکس‌های ارسالی توسط شما رو هم دریافت کردم، هر وقت که گفتید بهتون نشون میدم، به بر بینندگان نشون میدم، با این توضیح که عکس‌ها شماره 1 نداشت و قرار بود به من خبر بدی که خودت عمدن یکش رو ناپدید کردی یا کامپیوتر این وسط ملاخورش کرده. راستی چرا میگن ملاخور؟ ملا میخورم آقا. خب. دیگه چهراش دیگه 37 سال مشخصه قربونت. خب این شما آقای هروی و این هم دوستان ما در سر تا سر جهان. بفرمایید این 28 مرداد تا اونجایی که میدونید و تحقیق کردید، روزی که سینما رکس آبادان رو آتش زدن و مردم رو اونجا با قل و زنجیر درها رو بستن و نگه داشتن. من خودم یادم، من اون موقع اهواز بودم. در صورت در این مورد توضیح بفرمایید. بفرمایید. قربون شما برم آقای سوری، با سلام و درود بر شما به خاطر محبتی که به من دارید و با سلام و درود به بینندگان عزیز به خاطر محبتتون تسلیتی دارم از طرف خودم به تمام خانواده های قربانیان فاجعه سینما رکس آبادان و باقی ملت ایران که دلهای همه با اون عزیزان ما توی اون سینما سوخت و هنوز هم که هنوزه این زخم کاری برجاست. حالا در مورد سینما رکس آبادان، خب سالهای سالی داره صحبت میشه و هر سال هم همینطور نوک لوله این اسلحه به قول معروف بیشتر به طرف رژیم جمهوری اسلامی برگشته. اما رژیم جمهوری اسلامی الان اگر شما حتی در یک سری از رسانه‌های خارجی خودش هم نگاه کنید راجع به این مطلب، یا سعی میکنه از زیرش دره یا سعی میکنه که صحبتی در موردش نشه، اگر هم میشه خیلی گنگ باشه. حالا چرا؟ ببینید عزیزان من، در مورد سینما رکس آبادان دو روایت وجود داره. اون مسئله درهای بسته و اینا آقای سعودی هیچ وقت به اثبات که نرسید، هیچ برخلافش هم خانواده های قربانیان و تعداد 9 نفری که تعداد زیادی از سالون نتونستن در آقای سعودی، حدود 9 تا 10 نفر، اون 9-10 نفر به اضافه یک تعدادی از شاهدان عینی، اینها گفتند و شهادت دادند که درها که زنجیر نشده بوده هیچ، بلکه مسئله به صورت دیگه اتفاق افتاده بود و اون این بوده که این بی پدر و مادرها اول اومدن سالن انتظار رو با آتیش کشیدن و بعد داخل. موقعی که سالن انتظار با آتش کشیده بشه دیگه فرقی نداره در قفل باشه یا باز باشه، شما نمیتونی بیای بیرون. و بعد آتشی که اگر شما مثلا فرض بفرمایید عکس شماره 2 یا 3 رو محبت کنید و به نمایش بگذارید، این یه آتش سوزی عادی نبوده. حالا چرا؟ شما موقعی که به این عکس ها نگاه میکنید
میبینید که آهنهای سقف ذوب شدن، تا شدن، و در یک آتش سوزی معمولی چنین چیزی اتفاق نمیفته. چرا؟ چون درجه حرارت آتش هیچ وقت به اون حد نمیرسه که آهن رو خم کنه یا ذوب کنه. اما در سینما رکس آبادان شما که نگاه میکنید، در سقف به اون ارتفاع همه چیز نرم شده، یعنی تاب پیدا کرده، از کانال کولر گرفته، از لوله های تو سقف گرفته، از نقشی های تو سقف، همه چیز. پس این آتش یه آتش معمولی نبود. یه تعدادی می اومدن اون موقع، به خصوص خادم مسجد اصفهانی آبادان، چون می انداختن که ما خود سرهنگ تیمسار رزمی رو دیدیم که اومده در رو با دستبند خودش قفل کرد، و بعدا همین آدم می اومد گفتش که آره من با اول با پیکان میخواستم بزنم توش، بعد با بلیزر. یعنی همینطور این شایعات میجوشید و بالا میومد. اما از اصل مطلب، مردم تا 2 سال بعد از انقلاب در عمل بیخبر. ببینید آقای صوبی عزیزم، من یه چیز رو به شما عرض کنم و اون این است که مسئله به اهمیت سینما رکس آبادان که باعث رقم خوردن انقلاب اسلامی شد. چرا؟ چون خطه جنوب در انقلاب شرکت نمی کرد، این تمایل رام نداشت، و اگر از مسئله سینما رکس نبود هیچ وقت جنوب به انقلاب نمی پیوست. اگر همی پیوست در این سطح نبود که صنعت نفت اعتصاب کنه. پس ما می بینیم که یک هدف بزرگتری توی این بوده، یک هدف گرانتری توی این، و اون این که جنوب رو به جنبش اسلامی ملحق کنن، و این کارم عملا بعد از سینما رکس آبادان انجام شد. ولی سینما رکسی که این همه مهم بوده، دوستان عزیز من، چرا شروع محاکمش 2 سال به طول میکشه؟ هیچ وقت اینو از خودتون پرسیدیم که 2 سال رژیم به صورت مستقیم و غیر مستقیم سعی در خواباندن این قضیه داره؟ ببینید امروز یه سری زیادی مدارک اومده بود، اسناد اومده بود، از جمله نامه‌ای که دفتر امام خمینی به حسین تکبری‌زاده داده که برو خودت رو به آیت الله جمی در آبادان معرفی کن، و اگر متهم نباشی آزاد میشی، اگر متهم باشی عدل الهی در حق عمل میاد. خب ببخشید، کسی که سینما رکس آبادان آتش زده، اول رفته در منزل آیت الله طاهری در اصفهان گفته آقا من آتش زدم، کسی گوش نداد، رفته در خونه یک روحانی دیگر اصفهان گفته من آتش زدم، گوش نداد، ذله شده، اومده تهران رفته در خونه خمینی راش نداد، نامه نوشته داده تو ترتیب اثر نداره، رفته دم دفتر امام خمینی داد و فریاد رو انداخته، مسئول دفتر اومده بردتش تو، پول سفرش بهش داده، گفته آقا جان اینجا قال نکن، برو از اینجا یه راست میشه آیت الله جمی تا ما تا خود آیت الله مرتبت کنیم. موقعی هم که میره پیش جمی، اینجا جالبه که رشیدیان و کیاوش که همون علوی تبار باشه نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی از حوزه آبادان، میان به این میگن آقا بیا ما پول به تو بدیم از کشور برو. ببخشید اینجا دیگه داستان داره سوا میشه. اما بذارید در اساس و در عمل از بالا به این مسئله نگاه کنیم. از بالا که به این مسئله نگاه میکنیم، 2 داستان از اول انقلاب تا امروز تعریف. داستان اول این است که حسین تکبری زاده به اضافه 2 تا از دوستانش با هم دیگه میرن سینما رو آتش میزنن. در سینما که آتش میگیره، این 2 تا برادرها توی آتش سوزی میسوزن و تکبری زاده میتونه از چی میگن سینما در بره. این داستان اول. رژیم عراق یک بابا آشور میگیره که گنگ بوده و عقب افتادی جوری، همه چیز رو هم دوست داشته برای اینکه توجه بگیره به خودش نسبت بده که اونو در زمان شاه با هواپیما به ایران میفرستن عراقی‌ها. و
آقا اینه باطل. بعد تحقیق میکنه ساواک و میزنن یارو رو لت و پار میکنن میارن. و که حتی رئیس پلیس آبادان میگه آقا من نمیخواستم یارو تحویل بگیرم، گفتم پزشک قانونی بیاد، بعد تحویلش گرفتن. آقای هروی مگه ساواک آدم ها رو میزده؟ بله قربان، چنان میزدن همچنه که آدم هم در میومد. آخه بعضی ها میگن ساواک وقتی صداشون میزده چایی میداد و شیرینی چایی میداد. قربون نه شما آخه ببینید همین رو میخوام عرض کنم. آقای صوربی من اگر منزل شما بیام خب با خوبی و دوستی بشینم خدمتتون تشریف مسایی کنیم، شما چایی به من میدید. اما اگر منزل شما با اسلحه بیام یک شما به تو سرم زندگی گیج هیچ بکنم سه تا قاره راه برم. فرق داره قربونت برم، فرق داره. حالا به قول معروف به گور پدر سابا بریم سر مسئله اصلی خود. شما وسط دعوا نرخ تعیین می‌کنید قربونت برم. نه آخه چون شما خودتون دفعه‌های قبل گفته بودید که یه دفعه گفتم آقا یه دفعه گفتم اونم گفتم نرفتم اونجا با توپ و تفنگ که گوشم اینجوری آویزون. نشون میده که من به گفته‌های شما توجه کردم. من قربون شما میرم دربست از اینجا تا واشنگتن. برگردیم سر مطلبمون. پس داستان اول، خط داستان اول این بود که سینما رکس تکبلی زاده رفته و این کار رو با رشیدیان و سیاوش انجام. آیت الله جمعی هم دست برده و این مطلب رو رژیم هم پلگی هم قبول کرده با سکوتش. یک خط دیگری چند سال پیش در آمد و اون وقتی بود که شخصی به نام حسین بروجردی کتابی رو نوشت به نام پشت پرده های انقلاب. از اینجا دیگه میخوام با من باشید مدید قدر عکس شما هشت رای محبت کنید به زنجام سوری. این موسوی تبریزی هست که این آدم قاضی دادگاه سینما رکس. حالا من میگه سر صحبت در حسین بروجردی در کتابش میگه که من بر طبق عقاید مذهبی که داشتم جذب یک گروه مسلمان مسلح شدم به نام منصورون. این اسم منصورون رو داشته باشید. منصورون گروهی بود که حزب مؤتلفه اسلامی یا حبیب الله گور به گور مسلمان عسکرولادی تازه چه میدونم پوست زهرمار اون با پول بازاریا بنیان گذاشته بود و اونها بودن که بچه های ایرانی رو خرجشون رو میدادن که به سوریه و لیبی برن و یا نوار غزه یا فلسطین یا هر کجا خراب شده ای و تعلیمات نظامی و خرابکاری ببینن به ایران. حسین بروجردی هم یکی از همون بچه ها بوده که قصابی بوده در قهدریجان اصفهان. این قصاب به وسیله هاشمی داماد منتظری نه هاشمی رفسنجانی کشف میشه این استعداد و این رو پرورش میده، این رو پرورش میده و بالا میاره و میفرسته لیبی، میفرسته سوریه و این آدم تبدیل به آدمکش بین المللی میشه. این آدمکش بین المللی روز اول انقلاب 22 بهمن در کنار خمینی به عنوان محافظش ایستاده. عکسش هم هست. بعد همین حسین بروجردی میگه من عضو گروه منصورون بودم و ما در گاراژی در خیابون بوزرجمهری رفتیم به اتفاق برادرها. حالا برادرها اسما معلومی است که الان خدمت مرز میکنن برادرها کی هست. با برادرها رفتیم در گاراژی در خیابان بوزرجمهری و بسته 6 کیلویی از دو نوع پوت رو تحویل گرفتیم از شخصی به نام عبدالله که یه آخوند سیدی بود اما سیاهی بود و پیپ میکشید. عکس شماره اجازه بدید یه عکس پیپ داریم اونجا اون این محبت کنیم. بله عکس عبدالله شماره 16 هست. عکس این آخوند پیپ میکشید و اسمش هم عبدالله. البته بعد خود بروجردی میگه موقعی که عبدالله رو دیدم بعدن بعد از انقلاب دیدم شخص سید علی خامنه ایه. کتابش ایشون به اضافه باقی اعضای گروه منصورون این مواد رو از خامنه ای در گاراژی در خیابان بوزرجمهری تهران تحویل میگیرن با ماشین به طرف آبادان می و در آبادان با همکاری کیاوش که همون عرض کردم علوی تبار باشه بشن میگن
و رشیدیان که اون هم به پست فرمانداری رسید، به پست استانداری رسید و نمایندگی بعد از انقلاب، به دست تکبلی زاده و اون دو تا برادر دیگه می کن. پس گروجردی مواد را از خامنه‌ای گرفته آورده در آبادان و تحویل داد و طرز استفاده از آن را هم به اینها آموختن. از اینجا دقت داشته گروه منصورون از گروه هایی بود که گفتم از طرف مطلقه به وجود آمده بود و به جز تروریسم اسلامی در اجتماع هیچ کاری نداشت. خودش رو هم از چشم ساواک پشت مجاهدین و مزاحمین خلق پنهان کرده بود. یعنی ساواک اشراف نداشت به منصورون چون فقط یک گروه بودن، خیلی هم بسته. حالا میخواییم اسم ستاره های گروه منصورون رو که امروز زنده هستند رو ببینیم کیا بودن. ستاره اول همین آقای محسن رضایی است. بله، یکی از اشخاصی که مواد رو، مواد انفجاری رو، مواد آتش‌زا رو از گاراژ روزرجمهوری تحویل میگیره و در آبادان تحویل میده، محسن رضایی است. نفر شماره دو، آقای محمد باقر ذوالقدر، یعنی یک مشت جنایتکارن، یک مشت پدر و مادر جنایتکارن، آدم سوزن. آقای ذوالقدر ستاره دوم این مادر است. و ستاره سوم، ستاره سوم آقای علی شمخانی. هر سه بچه جنوبن، هر سه از اعضای منصورونن و منصورون دلیل وجود دیگر حضور منصورون در آبادان سند داریم. ما که با سند بریم صحبت، سند دیگر حضور منصورون در آبادان در زمان آتش سوزی سینما رکس این هست که منصورون میاد در اون روز انفجار کلانتری آبادان و حمله به پلیس آبادان رو سه روز بعد از آتش سوزی سینما رکس قبول. منصور آقای محسن رضایی فکر میکردی اینم در بیا؟ جدی فکرش میکردی؟ حالا میکردی چرا شمخانی کسی که شنا بلد نیست رو میار میکنن دریا سالار و فرمانده نیروی دریایی ایران؟ نه؟ اینا باید یه کاری کرده باشه. البته یه جوکی هست در این باره، میگن دلیلش اینه که اگر قرار شد کشتیش غرق بشه بهتره که خودش هم از بین بره. شاید به این وسیله به اصطلاح ناخداهای کشتی یا فرمانده ها وایسند و تلاش خودشون رو بکنه. بفهم البته جان صبح، اون ناخداها به خاطر شرف و اتیک کارشون زیر آب میرن، اما اگه صحبت این موش صحرایی این کشتیش هم غرق شه، شده چه میدونم سوار کوسه بشه، خود چی میگه به ساحل بگذاریم از این. ولی شما اصلا فکر میکردید که این اسم امروز در بیاد؟ محسن رضایی، محمد باقر ذوالقدر، علی شمخانی، اعضای گروه منصورون که مواد اشتعالی رو از تهران شخص خامنه‌ای دریافت میکنن در گاراژ در خیابون روزرجمهوری و به حسین تکبلی زاده در آبادان تحویل میده. حالا تحویل گیرنده کیا بودن؟ تحویل گیرنده ها اینجا جالب، باز دوباره تحویل گیرنده ها، یکیش موسوی تبریزیه که رئیس دادگاست، یکیش جمیه که امام جمعه اصفهانه، یکیش کیاوشه و یکیش رشید. یعنی جمهوری اسلامی آمد و این جنایت بی‌بدیل، این به جرأت میتوان گفت پس از 11 سپتامبر آمریکا یکی از بزرگترین جنایت‌های تروریستی دنیاست که در اون 377 نفر به گفته دولت سوختند و به گفته دیگر آنجور که آقای سعودی فرمودن 600 نفر. ولی دولت فقط همینجا ما صبر کنیم. ببینید در گفته ها و تعداد نفرات
خیلی به اصطلاح اختلاف هست. مثلا من با آقای رضا پیرامون صحبت کردم، ایشون البته مقداری هم مزخرف بود، ولی سوال من اینه که این که اتفاق در دوره شاه افتاد، شهربانی داشتیم، ساواک داشتیم، دفتری داشتیم، دستگی داشتیم، شما ایراد میگیری که چرا 2 سال آخوندها صبر کردن. من از شما سوال میکنم چرا یه عددی، یه صورت جلسه‌ای، یه گزارش درست حسابی از زمان شاه موجود نیست؟ حتی اون سرهنگ آبادان، شهربانی آبادان، در مصاحبه‌ای که در وایس آف آمریکا کرد، صحبتایی که کرد، به نظر میرسید اون بنده خدا هم نمیذاشتن کارشو انجام بده. حالا عرض می‌کنم به دلیل همون آشوبای به اصطلاح قبل از انقلاب بوده، یا اینکه خداییش در دوره شاه هم ما دفتر و دستکامون همه قلابی بوده و فقط تظاهر. حالا من نمیخوام عرض کنم خدمت. در مورد دفتر و دستکای دوره شاه که قلابی بوده، بله دفتر و دستک قلابی هم داشتیم، کسی نمیتونه منکر باشه. دفتر و دستک درست هم داشتیم، اون رو هم کسی نمیتونه منکر باشه. اما در مورد این یک مطلب خاص، جناب سعودی عزیزم، 377 نفر شناسایی شد، توجه دارید؟ بله. موقعی که 2 رقم اینجا هست، ما به 2 تا دسته جداگانه برخورد میکنیم. یه دسته کسانی هستن که شناسایی شدن، حالا یا از رو کفش بوده یا از رو انگشته، چون همه زغال شده. خب دسته دوم کسانی هستن که شناسایی نشدن، اونایی که شناسایی شدن و در گروه‌های انفرادی دفن کردن، و اونهایی که شناسایی نشده بودن، یعنی فقط بخشی استخوان و خاکستر بودن، در یک گروه دست جمع. درست شد؟ دلیل اختلاف آمار یک از اینجا میاد، و 2 از اونجا که در زمانی که سینما رکس آبادان میسوزه، این ایران هست که داره میسوزه در یک کلیتی. و شما پرسیدین از من که به من، یعنی من میگم شاه اشتباه نکرده. نه، شاه اشتباه کرده. ببینید آقای سوری، اگر اشتباه شاه رو میخوایم بگیم، بگیم من بپرسید درست چه بهتون بگم. اشتباه شاه بزرگترین و اولین، یعنی بزرگترینش در اون دوره، گذاشتن شخص شریف امامی رو عنوان نخست وزیر. شما میفرمایید که چرا دفتر دستک نیست، کاملا درست میگید. میدونید چرا نبوده؟ به خاطر اینکه شخص شریف امامی تصمیم گرفته این مطلب رو دنبال نکنه، چون اون موقع داشتن با آیات مذاکره میکن. درست شد؟ و آیات بهشون برنخ. بله، مشخص ایراد بوده. تک ایراد چه میخواییم بگیم؟ درست چه بگیم؟ نه یه چیزی که به یه شخص برمیخوره، نه یه چیزی که به یه دسته کوچیک برمیخوره، چیزی که مملکت رو از بین برده. حالا این ایراد بوده. و رژیم در آخر دوره حیاتش، به دلیل اینکه با روحانیون در حال مذاکره بوده، نمیاد این مطلب رو بروز بده که آقا تک ولیزاده کپیتالیسته. چرا؟ چون اون وقت جمی و موسوی تبریزی و خمینی و رضایی و ذوالقدر و شمخانی و باقی این عمله ها باید میرسن توی قضیه. ولی اونا میخواستن چه کار کنن؟ به عقل ناقص و معدوم خودشون در اون آخر، که اینکه مثلا یک توافقی بودی خبرشون که دیدیم که چه شد. بگذاریم، امیدوارم جواب سوال شما داده باشه. ولی در مورد این مطلب، اینجا مسئله است که تا امروز صحبت اسم رضایی و ذوالقدر شمخانی های صحبه اینجا نبوده. یعنی همه چیز رو حواله کردن به امام رضای قریب، تا حدی که الان خمینی رو هم زیر لبی قبول میکنن که سینما رکس رو میدونست، خودشون زیر پوزی قبول میکنن. مسئله دیگری که اینجا واقعا جالبه، آی صبحی شما خودتون به اینترنت و به کامپیوتر بسیار وارد هستید، و خواهش میکنم ازتون وقت بذارید یک بخش از فیلم اصلی محاکمه سینما رکس آبادان رو که از تلویزیون ایران پخش شده پیدا کنید رو اینترنت. نیست، واقعا نیست. میدونید چرا نیست؟ به خاطر اینکه اون فیلم با وجود اینکه مسعود کیمیایی رئیس شبکه 2
آن زمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و شوهر سابق خانم گوگوش مسعود کیمیایی، اون پشمالوی کثیف اون عینک بزرگش، این محاکمه رو فیلم برداری کرد و فیلمی از توش در آورد. ببینید اینا نیومدن محاکمه رو تلویزیونشون بدن، نه، اینا اومدن فیلم محاکمه نشون بدن. حالا داستان چی؟ مثلا فرض بفرمایید من میام امروز به شما میگم آقا من بدترین آدمم، آقا من گناهکارم، حالا در یه موضوع دیگه دارم، بعد میاده صحبت قاضی رو گذاشته که شما خودتو مثلا در آتش سوزی گناهکار میبینی، مده اون یه تیکه حرف منو در برده گذاشته اون باش، آقا من گناهکارم. یعنی فقط پروپاگاندا برای خام کردن ملت. من با هر درد بی درمونی 5 دقیقه اعترافات تکبری زدارتی دارم و آوردم امروز شما ببینید فقط ببینید که چگونه این اعترافات به وسیله خود جمهوری اسلامی مخدوش شده، چگونه این فیلم پرش بعد از پرش داره، چگونه این فیلم هر لحظش هست و نیست، و چگونه این رژیم خونخوار آدمسوز سعی در پنهان کردن این ماجرا کرده. اگر محبت کنیم های سردی عزیزم، فیلم اعترافات تکبری زده به نام تک براتون فرستادم، تنها فیلمی که شماره نداشت. بله بله، گوشی خدمتتون باشه دوستان عزیز. یک اونو محبت کنیم، بگذارید خودتونم دقیق به عنوان یک به قول معروف صاحب نظر نگاه کنیم. شما از نظر فیلم سازی هاش رو صاحب نظری میخوام ببینید این فیلم چند تا بچ. بله دوستان، با همین فیلم رو ببینیم و برگردیم. حسین تکبریزاده ساکن آبادان بود و بیش از 6 کلاس سواد نداشت. در همان دوران کودکی پدرش را از دست داد. به گفته کسانی که او را می شناختند، شرایط خانوادگی و فشارهای اطرافیان از او فردی خشن و انتقامجو و مجرم ساخته بود. شما دقیقا می تونید بگید در کدام نکته بودید که کلیس زدید؟ سلام دوتا پیش سلام پیچه دو سالم سر پیچه دو سالم سر پیچه دو سالم یه آب خوری هست اونجا آب سرد کنه را اونجا داری چه بیچ که دادم که بچه انداختم یک وقت دو تا در سینما گوب گرم هشه از داده بیدم داخل سالن نمایش هشه از اون پلو فرج و یه دلار خواستم صاحب بهشون نگم و داد بذارم نه ولی نمیتونستم من سوالی نکردم تو سویر بعدش یه نفر داد زد به سینما آتیش کرد با داد زدن او تماشاچی همه جیب و اینا جیغ زدن و رفتن طرف پرده سینما که صاحب درست تمانی هم اونجا واقع بود که به پله ها میخواد بره ختم شد به در خروجی خیابون که صاحب اونجا برم بیرون هنو فیلم داشت نشون میده موقعی که داد زد هنوز صاحب فیلم داشت نشون میده که مردم حمله کردن اونجا بعد فیلم قد شد درسته تمانی بسته بود نبان داد میزدن ما برای کشف حقیقت یعنی ملت ایران برای کشف حقیقت این دادگاه رو تشکیل دادن. از موقع که مردم با در بسته شده مواجه شدن خیلی ها حمله کردن طرف دیواری که به خیابون امیری میخوره به سبب و دیوار خراب بکنن خودشون رو نجات بدن. فیلم قد شده بود، چراغ روشن شده بود،
آتیش از او در آخری بساد علو بالکن که به بالکن میخوره از اونجا آمده بود آخر برد اونجا دیدن قد شد چند تا از ماشا چی ها بالا قد زدن در ستمانی شکندم مده ای که متوجه در شدن هجوم بردن طرف در برای نجات خودشون چون من هم برای سر فشار اونا اومدم بیرون دمه او پله ها بسا خب مشتی هم که داد بزنم اونایی که جمع شده بودن دمه دیوار متوجه در بشن که برای سر اون فشار به پله ها قلط خودم و افتادم پایین باب بلند شدم با او هده ای که نجات پیدا کرده بودم طرف شهربانی شروع به دویدن کرد سعی کنید که خودتون مسئله بشید سر بود دودی که داخل سالن پیشیده بود حالت خفگی به دست داده بود حالا با هم مامور شهربانی تو همه موقع داشتن میداد سر بود سرایی که به خیابون زن بخوره اونجا مامورین رسیدن به ما که از سینما در اومده بودیم بلید دو نفرگی بله خب اولین چیزی که به نظر مشکوک میاد اینه که اگر کسی رفته باشه یه جایی رو آتیش زده باشه آتیش میزنه و در میره وای نمیسته اینقدر ببینه کدوم چراغ روشن شد کدوم چراغ خاموش شد دود چقدر پیچید مردم آمدن و اینا خودشون هم نمیدونستن چی دارن اینا خودشون نمیدونستن چی دارن یعنی اون چیزی رو که رضایی شمخانی زلقد فروجردی به اینا داده بودن یک ترکیب بسیار وحشتناک سمی و آتشسا بود آقای صوفی عزیزم تعداد زیادی از جمعیت در قسمت بالای سالن روی صندلی‌هاشون سوخته بودن بدون هیچ حرکتی که مشخص بود قبل از اینکه حتی شعله ها به اینا برسه اینا خفی شده بودن چرا؟ چون گاز سمی که این ماده آتشسا به علاوه یونولیت ها و صداگیر های داخل سالن ایجاد کرده بود دوچار خفگی اینا شده بود و اینا حتی فرصت نگرمون تکون بخورن تکبلیزاده حالش رو که میبینید یعنی نمیم چی بگم و در اینجا هم جا به جا میاد و هر بار ببینید این محاکمه رو برای این پخش نمی کنم چون هر بار که موسوی تبریزی میاد به این میگه ساواکی تکبلی زاده فریاد میزنه و اعتراض میکنه و میگه من برای شما کردم من برای انقلاب کردم توجه دارید این فیلم به این دلیل قابل پخش نیست به این دلیله که موسوی تبریزی به اون صورت که میبینیم جلوی کوتاه میاد اگر محبت کنید فیلم شماره 1.2 رو بگذارید پرش ها که این فیلم باز خیلی مشخص داره ولی این فیلم ها تیکه تیکه هست یعنی مسعود کیمیایی باید اسکار بی پدر و مادری و پدر سوختگی رو میگره با این فیلمی که درست کرد برای گول زدن ملت بله دوستان عزیز بریم با هم این فیلم دوم رو ببینیم یه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان در دوم شهریور 59 برگزار شد نیست که بگیم که همه تصادفیه شیرهای شهر آب نداره آتش نشانی دیرتر میرسه وقتی میرسه شلیک نداره یا آب نداره یا اصلا موتور خرابه آقا میگه
همیشه چک میکنن ولی این دفعه چک نکرده بود. سینما نیست، بلیت فروشی در سینما نیست، مدیری در سینما نیست، در اضطراری به طور کلی بسته. کلمه که شهربانی حتی این مردم دلسوخته که بچه هاشون خانواده شون تو سینما بوده میخواستن با چنگ و دندان این دیوارها رو پاره کنن، لااقل از این 900 نفر 100 نفر نجات بدن. ندار ولی آیسور این فیلم چند تا فرشته شد؟ دقت نکردم ولی حالا جمعیت شد 900 نفر در سینما. حالا نه، جالب تر از این است این فیلم شما نگاه کنید اولا قیمه و قرمه است، یعنی تکه تکه است. حالا داستان اینجاست که آقای موسوی تبریزی، آقای هرابی عذر میخوام حرفتون رو قطع میکنم، اگه امکان داره این فیلم اگر به صورت به اصطلاح طولانی تر هست، اگر امروز روی فیسبوک خودتون بذارید یا برای دوستان لینک های مختلفش رو بذارید ممنون میشم، ما هم اونو شیر. من حتما شبی نیست، هیچی از اینا نیست. آها، خودتون یه ریسرچ بکنید. خب حالا شاید از آقای کیمیایی خواستیم که بهمون یه نسخه شو بده. حتما گذشته الان فرستاده پولاد جان داره برامون میاره، پولاد جان زنجیر زنون داره میاره. بله مرسی. پدر قاتل همشون لعنت. و نکته ای که در اینجا مطرح میشه توی همین بیدادگاه که نگاه کنید، ببینید این بی پدر و مادر موسوی تبریزی داره اشک تمساح میریزه برای بازماندگان قربانیان سینما رکس، درسته؟ اما آیا شما میدونستید آقای سربی که گروه های فشار جمهوری اسلامی هر موقع بازماندگان سینما رکس، قربانیان سینما رکس تحسن میکردن که فقط بگن چرا محاکمه شروع نمیشه، گروه های فشار اسلامی به اینا حمله میکردن و اینا رو پتک میزدن؟ آیا اینو میدونستی؟ چرا؟ مگه اینا چی خواسته بودن؟ اینا اون موقع میگفتن آقا ما شیخ علی تهرانی رو میخوایم که چی میگن داماد همین آقای خامنه ای باشه، بیاد و این قضیه رو بررسی کنه. همون که فرار کرد بعدن به عراق رفت. بله، و دوباره برگشت به ایران. و برگشته به ایران؟ بله برگشت به ایران و مرد رفت. این آقای مراد خانی که امروز معروفه در فرانسه، بله، پسر شیخ علی تهرانیه. بله بله. و شیخ علی تهرانی موقعی که در بغداد بود به صراحت اعلام کرد که من پیش امام رفته بودم، به ایشون گفتم آقا این رو بدید من محاکمه کنم، و امام هم گفتن تو به این کارا کاری نداشته باش. میگفت توی ماشین در راه برگشت بودم که خبر اعدام ها شروع شد، اعلام شد متهمین اعدام کرده، متهمینی که بجز شخص تکولی زاده یک نفرشون با سینما رکس آبادان کاری نداشت. یکیشون رو گرفته بودن فقط به خاطر اینکه شخص موسوی تبریزی رو 6 ماه قبلش دستگیر کرد. باور میکنید این رو؟ مدارکش نیست. و موسوی تبریزی بی پدر و مادر بی همه چیز که تو اون عکسم و قیافه روحانی با لبخند کثیف رو گرفته، این آدم رو اعدام کرد به خاطر اینکه اون روز دستگیرش کرد و پشت موتور. ببینید جنایت بود، جنایتی که شخص خمینی، شخص خامنه‌ای، شخص رفسنجانی به احتمال 99% اون رو من مدرکی هنوز ندارم، شخص رضایی، محسن رضایی مدرک هست. آقای محسن رضایی شما جنایتکاری، شما کسی هستید که مردم رو در سینما رکس آبادان سوزاندید. شخص محمد باقر ذوالقرن، شخص علی شمخانی، تمام اینها کسانی هستند که متهمین ردیف اول در مسئله سینما رکس آبادان، در فاجعه سینما رکس آبادان هستند. امیدوارم این رو هیچ وقت ملت ایران فراموش نکنه. چرا؟ چون دولت جمهوری اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی تا امروز سعی کرده که این اسامی به وسط نیاد، ولی امروز آمد، امروز این مسئله افشا شد، امروز این مسئله پاس شد، و از اینجا به بعدش به عهده شما مردم عزیز است که چقدر این مسئله رو اشاعه بدید، چقدر این مسئله رو به همدیگه بگید. چرا؟
چون این چیزی است که رژیم نمیخواد ما بدونیم که قاتلین اصلی سینما رکس آبادان قاصبین اصلی حکومت فعلی ایران هستند. اگر محبت کنید فیلم شماره 1+1 محبت کنید بگذارید، این صحبتی است که خمینی در مورد این مطلب کرد. فهم خواهد ببینید که این شخص چه آدم دروغگوی دقل بی پدر و مادری بود که با اینکه از اصل ماجرا مطلعه میاد می نشینه و چی می کنید. اگر محبت کنید مایرکس را عمدن امال انشاء معدوم مخلوق آتش زدن و شاید نظرشون به این بود که از خان ملت را منصرف کنن از نهضت. بله این خیلی کوتاه بود در واقع. نه دیگه ببینید، یعنی اومده ما الان این مدارک رو داریم، خب برای همه اینها ما آقای شوربی هارد کافی هست، یعنی مدرک زنده من میتونم ارائه کنم. حالا یا برید روزنامه است یا کتاب یا مجله است یا گفته است یا نواره یا ویدیو، خب من میتونم این رو کیس درست کنم و شاید داری روز کردم، چون این جنایتیست بیبدیل که آقای رضایی امروز بخواد بشینه اونجا و بختیار کنه دوباره و بخواد خودشو دوباره دست پاشو بشوره. نمیتونم اینا واقعا کیان چه حیوانایی هستن. حیوان واقعا صد رحمت به حیوان، حیوان شرف داره. من فقط اینا میتونم بگم جانبه. اگر محبت کنید عکس شماره 16 آخرین عکس رو بگذارید، یه توضیح در مورد این عکس بدم. این عکس دوستان عزیز من بنای یادبود سینما رکس آبادان هست. فکر کنم منظورتون 17 است. 17 بله، در شهر آبادان. بله بفرمایید. بله این آیسوبی تنها بنای یادبودی است که در محل سینما رکس ساخته شده و در کوچه پشتش، یعنی جلوی سینما رکس آبادان، هیچ چیز وجود نداره. همان رژیمی که میاد کمیته مشترک شهربانی رو میگیره و تبدیل به موزه عبرت میکنه، میاد و کوره آدم سوزی سینما رکس رو تبدیل به پاساژ میکنه. نمیاد حتی اون بنای یادبود رو جلوی سینما بذاره، جلوی چهارراه، که مردم یادشون باشه. این رو تو کوچه پشتش میذاره که هیچ کس ازش رد نمیشه. آیا واقعا خودتون نمیبینید که این رژیم به هر قیمت از روز اولی که بر سر کار آمد سعی در از بین بردن و پوشاندن این ماجرا کرد؟ نکته قابل توجه این که روزی که این فاجعه اتفاق افتاد، خانم فرح پهلوی حدود 1,000,000 دلار اون موقع به بازماندگان این فاجعه دادن که از نظر، چون خیلی از اینا نان‌آور خانواده بودن، خیلی ها یعنی دوچار مزیقه نشن آنن و آنن هم این پول رسید، چیزی نبود، هیچ جام اعلان نشن. خب 1,000,000 دلار مردم درد کشیده رو آقای هروی 1,000,000 دلار بله 5,000,000 تومان اون موقع. خب من میتونم از شما سوال کنم خانم فرح پهلوی چه شغلی داشتن که میتونن شغلشون چه میدونم مثلا فرض کنید زن شاه بود، شغل اگه مطرحه اصلا ملکه انگلیس بپرسید کارشون چه کارشون هم. عزیز من اصلا ملکه انگلیس شما مقایسه نمیتونی بکنی با خانم فرح پهلوی. ملکه انگلیس شوهرش اگه یه همچین کاری بکنه میشه مقایسه با فرح، ولی خانم فرح پهلوی در ملکه عرض کردم قربان. میفهمم. ببینید پست ملکگی یکیه. نه همچین چیزی ملکه هلند. آقا انگلیس بی خیال. اوکی بعدا با هم صحبت میکنم. بفهم انگلیس بی خیال، ملکه هلند. بله مسئله دارم. حالا بحثای دای صحبی آخه من هیچ جا همچین چیزی نشنیدم که 1,000,000 دلار یعنی اون موقع دلار دلار نزدیک 7 تومن بود. بله 5,000,000 تومن های صحبی میشه 700,000 دلار.
حالا اینو میخوام بهتون بگم که این 5 میلیون تومان رو خب از یا دولت داده یا حساب شخصی داده یا دزدیای خودش داده یا هر چی، خب ولی دو مطلب شرطه برای من، یکی که دادنشه، یکی بی سر صدا دادنشه که تازه امروز ما شنیدیم، من خودم دیروز فهمیدم. بگذاریم حالا اینو اصلا بس رو اونش ندارم و گفتم من واقعا بازم دارم میگم من کار صحیح یک نفر رو تشویق میکنم، کار غلطش رو نخواهم کرد. بانو فرهپهلوی یکی از کسانی بود که باعث سقوط اون رژیم شد. چرا؟ چون هرچی چپی و دگوری و حقباز و مفخر و توده‌ای بود آورد کرد توی دستگاه مملکت جاد. خوبه؟ این ایرادش بود، نه یه مدی پنج میلیون تومن، این ایرادش بود که من بوده بزرد. هم کلاسی های فرانسوی شو اینا بود. احسن قربونتون برم، ایرادش میاد خودم بپرسید. منطقه اون یه میلیون تومنم به عنوانی انسان خوشم هم واقعیت دارم. فلا شما میدونید من فقط حتی از دوره محمد رضا شاه پهلوی به خود محمد رضا شاه به بیشتر کاراش علاقه دارم. در مورد بانو فرهپهلوی شما تا حالا دیدید من صحبتی بکنم جایی؟ در صورت نه صحبتی نکردم چون لزومی نداشت. اما این پولو موقعی که اومدن به این بازماندگان دادن های شوربی زندگی اینا بگذره بتونن خرج کفت و دفت داشته باشن، خرج چه میدونم 37 داشته باشن، خرج 40 داشته باشن، حالا هرچی کار ندارم. جمهوری اسلامی آمد و به اینها گفت شما چرا پول قبول کردید؟ دارم دردم به کی بگم؟ به قول قدیمیان نه این خوبه نه اونشون، لعنت به هر دوشون. من دردم به کی بگم؟ درد من اون تفلک بازماندگانه فاجعه سینما رکس بودن، هم از در خوردم هم از دیوار. موقعی که مولا آمد سر کار تازه شروع کردن به کتک زدن این بیچارا، تازه شروع کردن به بی‌حرمت کردنشون، تازه شروع کردن به برچسبشون چسبوندن. البته متاسفانه این روش برای خانواده شهدا هم بود، حتی همین آقای کروبی که الان بعضیا دنبالش هستن که آزاد بشه و 10 سال طلایی اول انقلاب رو باز بیارن، آقای کروبی در داخل بنیاد شهید زندان درست کرده بوده برای خانواده های شهدا که اعتراض میکردن که خب همسرش کشته شده، فرزندش کشته شده، به اصطلاح ناناور خونش کشته شده، یک کسی بیاد رسیدگی کنه اونها رو هم با ضرب و شتم به زندان مینداخت. آقای شهدی عزیز من میگه که این اسم این جانور رو که آوردی یاد یه حرفی افتادم که این بی همه چیز گفته بود، این در مورد تبلیغات جنگ و جبهه برگشته بود گفته بود ببین ما چه تبلیغی اون موقع کردیم که از یک منطقه راهنمایی آموزش و پرورش از یک حوزه نمیدونم از منطقه بزرگتر 36,000 دانش آموز رفتن شهید شد. بله ناحیه‌ای بود موقع. آقا باور میکنی که این بیاد افتخار کنه که 36,000 کودک معصوم رو تشویق کرده برن روی مینها به خاطر بقای خود بی همه چیزه اینا؟ اینه بعد صحبت من جای دیگه است. ایشون اگر در حسره، من از همینجا اعلام میدارم آقای خامنه‌ای من با کمال میل حاضرم هست آقای کروبی رو تقبل کنم، پولم براش بدم، منو در ویلای فرمانیه ایشان با سیغه هاشون حبس کنید، اصلاً آزادم نکنید، حسرم کنید آقا، حسرم کنید. خیلی خبر از مسافرت ها و خبر از بیمارستان ها و جراحی ها و اصلاً آقا حسرم کنن من اونتون نزنه بیرون بیام ای به جهنم خواهی خواجه حرم بشی؟ حالا دیگه خواجه نباشه یه چیزی میشه. آقا راستی خواجه گفتی باز یه مسئله دیگه بفرمایید. امروز آقای کری و آقای اوباما موقعی که میان با ایران قرارداد میبندن خب یا با عربستان لاس میزنن
اینها حقوق بشر یادشون رفته. آقای صوفی عزیزم، یه مطلبی رو دیدم که هنوز در کشور عربستان، در کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، عرب‌ها خواجه حرمسرا دارن. آقای صوفی، یعنی بچه‌های هندی، پاکستانی، افغان رو، پسر بچه‌ها رو می‌گیرن، در کودکی مقطوع نسل می‌کنند و بعد در حرم بزرگ می‌کنن. آمریکا هم از این مسئله اطلاع داره. ممنونم از شما آقای بابک هروی عزیز. اگر در این رابطه یک فیلمی مستندی چیزی درست کردی، لطف کن ما رو هم در جریان بذار. دوستان عزیز، به قسمت پایانی اولین قسمت برنامه امروز میرسیم. در قسمت دوم با آقای دکتر نصر احمدی خواهیم بود و چون امروز این دوتا مهمون عزیز رو داشتیم، من سعی میکنم یک قسمت سومی هم با شما باشم و با هم صحبت کنیم. در این رابطه یا صحبت‌های دیگه‌ای که در برنامه میشه، هر وقت پرسشی داشته باشید یا نظری داشته باشید، حتما با ما در میون بذارید. از طریق تلفن، پیامگیر، از طریق ایمیل، فیسبوک، در طی برنامه، همین الان هم اون زیر تصویر بابک هست، خبربین.com وبسایتی هست که خبرها رو اونجا میذاره، در تماس هست، وبسایت و فیسبوکش فعال هست اونجا. بازم ممنون. اگر صحبتی دارید بفرمایید آقای هروی. خواهش میکنم آقای صوفی عزیزم. من ممنونم، واقعا ممنونم از این فرصتی که به من دادید. من اگه اجازه بدید همین برنامه خودمون رو امروز به عنوان یک مستند خواهم گذاشت، چون ما امروز صحبت زیاد کردیم، اطلاعات بسیار خوبم زیاد داده بدر کرد. مقداری هم اگر لازم بود مدرک دوباره بهش اضافه میکنم و همین رو به عنوان یک مستند میذارم و جمهوری اسلامی رو به چالش میکشم که به این مستند جواب بده. از شما ممنونم که این فرصت رو به من دادی. از بینندگان عزیزمون ممنونم که واقعا پای صحبت‌های من نشستید. دوستتون دارم همتون رو، ایرانی. به خدا، به خدا که خود خدای. با تشکر. بسیار ممنون. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. مرسی. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، با آقای بابک هروی بودیم از کالیفرنیا. اگر صحبتی، نظری، پرسشی دارید، حتما با ایشون یا با ما تماس بگیرید تا در مورد این برنامه صحبت کنیم. همیشه گفتیم گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. و اما امروز ساعت 3 بعد از ظهر وقت واشنگتن شرق آمریکا و 12 ظهر وقت کالیفرنیا غرب آمریکا با آقای دکتر نصر احمدی هستیم. دکتر نصر احمدی که قبلا مدت ها با آقای رضا پهلوی بودن، فعالیت کردن، بعد دیدن که فعالیتشون به جایی نمیرسه و کار کردن با رضا پهلوی مثل کوبیدن آب در هاونگ هست و رفتند و کتاب قانون اساسی حکومت پارلمانی ایران یا رایستانی رو نوشتن در 160 صفحه، که البته 101 صفحش یا 100 صفحش در رابطه با کانستیتوشن یا قانون اساسی هست. و این کتاب رو یکی از دوستان خوب آقای احمدی به صورت PDF با حجم بسیار کمی برای تلویزیون مردم ارسال کردن. از ایشون ممنون و متشکر، آقای بهمن. و یه دوست دیگه‌ای که من نمیدونم اسمشون رو میتونم بگم یا نه، و ضمناً اگه برنامه رو میبینن لطف کنن اون پاورپوینتی رو که از 40 کرده بودید 6 مگابایت اگه امکان داره در حدود 20 نگهش دارید که کیفیت بهتری داشته باشه تا بتونیم اونو با ایمیل برای دوستان ارسال کنیم. این کتاب اینجا هست، هر کسی که میخواد خود این کتاب رو میتونید با آقای دکتر نصر اصفهانی تماس بگیرید با شماره تلفن 818-201-5779. ولی اگر PDF یا اون کتاب دیجیتالی رو میخواهید که بتونید تو کامپیوتر و اینها ببینید و بخونید، با تلویزیون مردم تماس بگیرید با ایمیل info@mardomtv.com یا ایمیل شخصی خود من usa.sorby@gmail.com. از اینکه با ما بودید بسیار ممنون و متشکر. یه بار دیگه خدمتتون میگم که امروز چهارشنبه 19 آگست 2015 بود یا هست و برابر بود با 26 مرداد ماه 1394. اگر شما هم درباره روزهایی که در تاریخ ایران به اصطلاح تاریخ ساز بودن و به صورت یک لندمارک یا یک نقطه عطفی
باقی موندن، اونها رو هم میتونید مطرح کنید تا در موردش صحبت کنیم. خود شما هم اگه مایل هستید مهمون برنامه من باشید یا خودتون در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، بسیار آسون و ساده میتونید این کار رو انجام بدید. من به شوخی همیشه گفتم که اگر سوربی میتونه برنامه داشته باشه، شما هم میتونید برنامه داشته باشید و با دیگران صحبت کنید. و اما ویدیویی رو از باز دکتر عباس میلانی و آقای حسین مهری میدیدم، همون موقع باور کنید به این نتیجه رسیدم که بی خود نیست ما ایرانی ها کتاب نمی خونید. چون این دوستان مثلا میان 3 کتاب می نویسن، حاصل اون کتاب ها تازه آقای مهری سوال میکنه از دکتر عباس میلانی که آیا بالاخره بعد از این همه تحقیق و بعد از این همه کتاب شما فهمیدید ثروت های شاه و خانوادهش چنده؟ ایشون میگه من یه چیزی بین 30 میلیون تا 100 میلیون، البته یه جای دیگه هم یه نفر دیگه گفته بود 1 میلیارد، ولی هیچ وقت حاضر نشد اسمش رو بگه. بعد میبینید آقای کامبیز حسینی خیلی ساده در عرض 1 دقیقه از آقای رضا پهلوی در برنامه میپرسه که آقا شما چند پول داشتی سال 1979؟ یادتون باشه سال 1979 آقای رضا پهلوی یک جوانی بیش نبوده. ایشون میگه ما فقط 62 میلیون. اینجاست که وقتی آقای بابک هروی میگه که خانم فرح پهلوی 1 میلیون دلار در ایران دادن، اولا واحد پول ما در ایران تومان بوده و هست و مثل الان نبوده که اینقدر گرونی زیاد باشه که مردم با تومان به اصطلاح در بیارن با دلار خرج کنن. هر وقت صحبتی می شده حتی بودجه دولت همیشه به تومان بوده. بعد چجوری ایشون 1 میلیون دلار داده به این خانواده ها، ما اصلا ازش مطلع نشدیم. بعد آخونده آمدن یقه اون خانواده ها رو گرفتن که شما چرا این 1 میلیون دلار رو از خانم فرح دیبا گرفتید. اینها صحبت هاییه که فقط با گفتن و داشتن مهمون هایی مثل بابک هروی و دیگران مطرح میشه تا من و شما بتونیم دربارش فکر کنیم، تحقیق کنیم و بریم بعد از تحقیق به نتیجه برسیم. بریم یک آگهی کوچولو ببینیم از دفتر مشاوره قانونی آقای لطیف زمانی در انگلستان، پس از اون با آقای دکتر نصر اصفهانی خواهیم بود. دکتر نصر احمدی، ببخشید چون ما دکتر اسدالله نصر اصفهانی هم داریم همیشه این اشتباه میشه، من از این بابت عذر میخوام، با دکتر نصر احمدی که کتاب قانون اساسی رو نوشتن. ممنون که با ما بودید، با ما باشید، تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. پس بعد از دیدن این ویدیو با شما خواهیم بود. مرسی. دفتر حقوقی لطیف زمانی، کارهای حقوقی خود را با اطمینان خاطر به ما بسپارید. لطیف زمانی بهترین مشاور و همراه شما. ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری طبق قوانین و مقررات انگلستان، پذیرش نمایندگی برای شرکت ها و مؤسسات تجاری از هر نقطه جهان، اخذ ویزای دانشجویی، تنظیم قراردادهای تجاری، رفع مشکلات اعتباری، دریافت ویزای سرمایه گذاری و تجاری، تهیه و ارسال اقلام مورد نیاز شرکت ها و مؤسسات تجاری طبق مقررات انگلستان. موبایل 0795821111. لطیف زمانی، غیر ممکن را ممکن می سازد. دوستان عزیز سلام مجدد خدمت شما، اجازه بدید که من تماس بگیرم با آقای دکتر نصر احمدی. این بار اسمشون رو درست بگیم و اشتباه نکنیم. بله، شماره تلفن ایشون هست 818
201-57-79. ببینیم که 2 و 3 و 7 آقای احمدی با بینندگان روی خط هستیم، تلویزیون مردم، و میخواستیم طبق معمول چهارشنبه ها ما با شما هستیم تا در رابطه با قانون اساسی و حکومت پارلمانی ایران صحبت کنید. یکی از دوستان سوال کردن که اگر امکان داره شما که اینقدر از قانون مشروطه بدی میگید مقایسه کنید تا ما بفهمیم کجای اون بد هست. و البته خود من میدونم بارها گفتیم این قانون مشروطه باید مشروعه اسمش رو میذاشتن و به همون دلیل بود که آقای رضا شاه شاه شد و رئیس جمهور نشد و دیگه پشتش هم همه این بدبختیایی رو که ما داریم و امروز به اینجا رسیدیم در نتیجه همون بود که هر آخوندی باید با تصویب و سلام و صلوات 4 تا ببخشید هر شاهی باید با سلام و صلوات و تایید 4 تا آخوند گویا شاه بشه. من میکروفون رو در اختیار شما میذارم و شما لطف کنید برای دوستان توضیح بدید. ضمناً خبر خوب این که یکی از دوستان که برنامه شما رو دوست داشته این کتاب شما رو به صورت PDF فرستاده، یه دوست دیگه ای اون کتاب رو به صورت پاورپوینت درست کرده که من اگر از شما ایمیلی داشته باشم اون رو برای شما هم میفرستم. اون رو اگر توی به اصطلاح مراسمی سمیناری جایی برید خیلی به قول آمریکایی‌ها یوزفول، مورد استفاده میتونه قرار بگیره. من ساکت میشم، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان. بفرمایید. یعنی من سر خط هستم؟ بله قربان. بله قربان. بله بله بسیار سپاسگزارم. سلام دارم حضور همه شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم، شما و همه هممیهنانم. فرمودید که قانون اساسی و نوشتنش و اینکه مقایسه با مشروطه بشه، اصلا من قصد مقایسه نداشتم. بررسی قانون مشروطه خوندنش 1 ساعت بیشتر نیست، چون به خط بسیار بزرگ و خط بسیار زیبای احمد خان قوام سلطنه در روزگار نوجوانیش یعنی 19 سالگی نوشته شده، چون خطیشون زیبا بود و این قانون خوندنش بیش از حد اکثر 1 ساعت بیشتر نیست. اما من برای اینکه تعهدی به هممیهنانم دارم، آخه میهن پرستی جناب آقای سروی میهن دوستی آثار و علائمی داره، هر بشری مدعیه میهن دوستی میتونه باشه، اما به قول کانت آنچه در عمل مفید افتد حقیقت است. یا به گفته نظامی گنجوی خودمون، چرا برم سراغ کانت، میگه گر به سخن کار میسر شدی کار نظامی به فلک بر شدی. یا نه سعدی بزرگوار، به عمل گرچه براید به سخندانی نیست. یا مثلا بزرگی سراسر به گفتار نیست، 200 گفته چون نیم کردار نیست. سعدی بزرگواره، یعنی بزرگترین و بهترین نصیحت الملوک نویس کره ارض بشریت از 850 سال به این سو، بهترین نصیحت الملوک نویس دنیا سعدی بزرگوار ایرانی خود بود. ولی چون ایرانیه، به هر حال ایرانی غریبه، هم فرهنگش غریبه هم خودش غریبه و هم خودش هم در ممالک بیگانه، هر چقدر خودش رو وصف کنه به بیگانگان باز غریبه، غریب و دل آواره در وطن باشد آقای سوری. اما اگر قانون اساسی مشروطه رو من در خود قانون اساسی در اون پیشگفتاری که یک شمایی کلی هست، یعنی تقریبا 100% جامعه شناسی هست، جامعه شناسی سیاسی حقوقی نیست، در اون 35% من توضیح دادم قانون زیان بخش و زیان بار و ضد انسانی مشروطه. اگر نمی بود که من نمی نوشتم. من حدود 12 سال پیش وقتی آمدم امریکا این چیزی راجع به مشروطه نوشتم، قانون اساسی مشروطه و خود فلسفه مشروطه، حدود تقریبا 100 خورده صفحه بود، دادم دست منشی بود برای کتابخانه معروف، چاپخانه معروف اینجا در لس آنجلس خیابان وست وود.
اون آقای مسئول چاپخانه هم با من صحبت کرد که آقای دکتر شما چقدر خوشخط هستید. گفتم مثل این که سعی کردم وارده زهنون برای بسیاری کارهای سیاسی احمد خان خوام سلطنه باشه، چون همه این نخست وزیران ایدار آرزو داشتن جا پای خوام سلطنه بذارن، ولی نشد، هیچ کدومشون نتونستن. با توجه به اینکه ایشون چهار، یک برادر و سه تا نخست وزیر دیگر پسرخالش بودن، یعنی یا پسرخاله تنی یا مثلا دختر عمو، مثل مصدق السلطنه، مثل امیرعباس هویدا، مثل دکتر علی امینی، برادر بزرگش هم که حسن خان وسوق دوله بوده، وسوق دوله معروف که قرارداد 1919 رو نوشت. بنابراین من خوشخط نوشتم آقای مدیر کتابخانه و گفت 8 روزه کتاب آمده است. من که گل به همیهنانم هم داده بودم که راجع به مشروطه براتون خواهم نوشت، هم قانونش رو و هم خود فلسفه مشروطه رو، تاریخ مشروطه رو. و بعد از 8 روز من زنگ زدم، گفت که کتابی ندارم، در دسترسم نیست، آنچه که میگید فرستادم. گفت خب لابد من دروغ میگم، اون منشی بقید دستونم که با من صحبت کرد، خودتونم گفتید، پس همه دروغگو هستیم، پس یا من دروغ میشنوم. خب من برای شما فرستادم، خودتون با من صحبت کردید، 8 روزم قول داده چاپ میشه. برای کتاب رو ایشون دزدید. اما چون من چند مدتی با شما گفتگو میکنم با تلویزیون ایتو که آقای مینویی برنامه گذار هستند، رادیو ایران آقای توکلی پیرامون قانون اساسی پارلمانی صحبت میکنم، حکومت پارلمانی، بنابراین یک وجه افتراقی بین قانون پارلمانی و دو قانون اساسی زیان بخش و انسان ستیز به ویژه مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی هست. بنابراین ناچارم برای آگاهی همیهنان گرامی از هفته پیش شروع کردم و از قضا یک سوم کار هم به انجام رسیده، یعنی از دوره قاجار یک شمای کلی هست راجع به عملکرد خاندان قاجار تا چرا مشروطه پیدا میشه که به غلط میگن انقلاب مشروطه. اگر کسی دانش اکادمیک داشته باشه مشروطه را هرگز انقلاب نخواهد گفت، اگر کسی هم دانش اکادمیک داشته باشه انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی را فتنه و شورش نخواهد گفت. البته من بر این پندار هستم، دانش ستیزها و بیدانش ها بریشه طرفداران خانواده پهلوی کوشش میکنن انقلاب اسلامی رو بگن فتنه اسلامی یا مثلا شورش اسلامی، یه چیزا اینجوری بگن. خب این معلومه هر دانش آموخته علوم اجتماعی باشی بریشه جامعه شناسی تا طرف این جمله رو از دانش بیرون بیاد دیگه نمره دانش بهش نخواهد داد، یه نمره رفوزه بیسوادی بهش میده. این بحثی درش نیست، اینه که من امیدوارم که 2 هفته دیگه بتونم کار کتاب مشروطه و قانون اساسی مشروطه رو، البته زحمت خوندن داره، اون 3 ساعتی زحمت داره چون 100 صفحه بیشتر نیست و به خط کوشش میکنم این قانون اساسی به همون درشتی نوشته بشه، یعنی فانت 16 که برای خواننده دشواری نداشته باشه، به آگاهی همیهنان برسونم. اما 2 مطلب رو من عنوان بکنم برای اینکه بیننده شما، شنونده شما از شما پرسیده چرا قانون اساسی رو زیان بخش میگه، قانون اساسی مشروطه رو، من فقط اشاره به یک اصل میکنم از اصل 35 متمم قانون اساسی. ببینید این قانون اساسی چه میگه، امیدوارم شما پاسخ منو با آره نه و جواب بدید. جناب آقای سوردی عنوان میکنه سلطنت ولی ایست که به مهدت الهی از طرف ملت به شخص پادسا تفویض میشه. یا به نوشته خود محمد علی شاه که ولی عهد بود گفت به شرط من قانون اساسی را به تبع پدرم میپذیرم، که اجازه بدید این جمله را اضافه کنم، خود محمد علی شاه جوان 28 ساله اون روز به قلم خودش برداشت نوشت سلطنت ولی ایست که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص شاه، من جمله خودش میگم مفبز شود. خب من از شما میپرسم باز شوربی، آیا اله خداوند به شما این نهاد رو در دلتون کاشت که تفویض اختیار کنید به شخصی به نام پادشاه در ایران؟ نه خیر، نه خدا هم با من صحبت نکرد. این 2 نفر امیدوارم دیگر همیهنان هم بیان جواب بدن. و اما تکلیف من دیگه با این قانون اساسی روشنه، یعنی من ماده و ترسره از این قانون اساسی
سودبخش نمیبینم برای جامعه. اصلا واژه جامعه و واژه ملت در قانون اساسی حرامه، در قانون اساسی مشروطه. باقی بسم الله خود مظفرالدین شاه که مهربان‌ترین پادشاه تاریخ ایران بعد از اصلاحه، شاید پیش از اسلام که حتما همینطوره، خود ایشون می‌نویسه این قانون اساسی رو نوشتیم تا رعایای صدیق ما به آبوی ما باشند. یعنی تکیفش با ملت روشنه. ملت میگه رعایا یعنی دام، یعنی چارپایان، و بعدم حتما اجبار میده، یعنی مجبور میکنه جامعه که در آبوی ما باشند. و من نمیخوام، من رعیتم، خیلی خوب، من دامم، ولی نمیخوام در آبوی تو باشم. آقای پاشا تو در فصل قانون اساسی نمیویسی، بعدم ابلاغ میکنی به آقای دولت، میرزا حسن خان پیرنیا مشیر دوله صدر اعظم، جناب آقای صدر اعظم کنستیتیسیونل را این واژه فرانسه را ایشتون میمیسه، چون باستان کاجار فرانسه میدونستن الا محمد علی شاه که روسی میدونست و اون روسوفیل بود، چون نبرد بین انگلستان و روسیه بود بر سر ایران همیشه تا این جریان انقلاب اسلامی. ایران کشور شاهنشاهی گذشته، ایران یکی از مستعمره های پنهان و آشکار دولت فخیمه بریتانیا بود. خود محمد رضا شاه در کتاب پاسخ به تاریخش می‌نویسه که دولت انگلستان هر 4 سال یا 2 سال یک بار، اون موقع نمایندگان پارلمان 2 ساله بودن، به ما لیست میدهند به نخست وزیر که تعدادی را که میخواهند به عنوان نماینده به مجلس بفرستند. این جمله محمد رضا شاه در کتاب مأموریت برای وطنم هست. خوانندگان، بینندگان، شنوندگان گرامی باید بخونم مأموریت برای وطنم، تیتر بسیار زیبایی داره، به قلم بسیار شیوای سناتور رضازاده شفق نوشته شده، برخلاف پاسخ به تاریخ که بسیار بیسوادانه و ابلهانه نوشته شده. آقا شیدادی شفق بیسواد نوشته و بسیار بیسوادانه و کودکانه نوشته شده، اما اون به قلم زیبا و زبان دانشمند گرانمایه استاد رضازاده شفق نوشته شده. برم بخونم. خود پادشاه مملکت مقر و معترفه که دولت انگلستان به ما لیست میداد که آقای نخست وزیر مفوض باشد، آنچه را که دولت انگلستان لیست داده به مجلس بفرستم. از اون روشندر شما مطلبی دیگه میبینید جناب آقای سرمی؟ و از سوی ترکیب من با قانون اساسی مشروطه روشن با اون عبارتی که عرض کردم و مفاسد زیان بخشی که در این قانون اساسی هست. خیلی خوب، این یک قانون. اما قانون دیگری که باز هم زیان بخشه، زیان بخشی شاید از او بیشتر اما متعدلتر و مترقی‌تر هست، قانون اساسی جمهوری اسلامی. وقتی در اصل دوش ماده دوش عنوان میکنه، من یاد این ماده دو برای من همیشه ثبت ذهنی هست، چون ماده دو حزب توده، ماده دو سازمان مجاهدین و ماده دو قانون نظامنامه پارلمانی قانون اساسی مشروطه و ماده دو قانون اساسی جمهوری اسلامی، این 4-5 تا تو ذهن من مثل شعر سعدی، مثل نوشته سعدی، مثل درس من در کلاس درس، مثل موسیقی که با دل و جان روان گوش میکنم در مایه های ایرانی. منظورم، من هر موسیقی رو گوش نمی کنم، من هر کسی که دهن باز کنه و چیزی بخونه که خواننده عنوانش نمی کنم، من میگویم صوت میدهند با واژه های فارسی، وگرنه اونا که در دستگاه ایرانی که نمی خونه. شما مگر خانم گوگوش یا آقای ایدیو شهرام و صدار و داریوش مگر دستگاه ایرانی آواز میخونن؟ نه، اونا مجبورن چون ایرانی هستن به فارسی بخوانن. همین تازه دشمنی در دشمنی با فرهنگ ایران میخوانن، به لحاظ دستگاه شناسی و سبک شناسی و مایه شناسی عرض میکنن. آواز گلپایگانی میخونه که رابطه شاعر و شعر و شنونده رو برقرار میکنه، داشت شور حال به آدم میده، هر عبارتش، هر واژه‌اش. وقتی میگه خنده اصلا داره میخنده، وقتی میگه عشق مثل این که داره گریه میکنه. آواز خانساری میخونه، شادروان محمود محمودی خانساری، آواز استاد بنان میخونه، آواز دلکش میخونه، آواز فولکلور جامعه رو، آواز فولکلور بسیار معمولی جامعه رو قاسم جبلی میخونه. نه پاپ خونها، پاپ که مال ایران نیست که، جاز که مال ایران نیست که، رد که اصلا ضد اخلاقه، ضد انسانیته، اون که ایرانی نیست که. چمدون تو بده بابا برم، من زید دیرم شده سود داشت بابا یلا. آخه ایران این شد آواز؟ این که جهالته، این که روان اجتماعی رو آشفته میکنه، این که آواز نیست که. آواز که پسر آقای ایرج میخونه،
ایشون گویا من شنیدم هفته پیش یه نفر معترض بود که چرا آقای ایرج، یعنی حسین خواجه امیری ملقب به ایرج، افسر ژاندارمری درجه سرگل، ایشون آواز ایرانی خونده، خیلی خوب خونده، اما به لطافت و ظرافت گل بایگانی و خانساری و بنان نمیخونه، چون دستگاه رو به اون صورت نمیشناسه، استادی در اون کارش کمتره، اما استاده، به حق استاده. پنج دانگ هم صدا داره به طور مطلق کلمه، بسیار صدای قوی محکمی داره. پسرش آمده در خارج از کشور وقتی زنها و مردها رقصیدن روش کرده به دیوار، یعنی چون جمهوری اسلامی مخالف رقص، من حاضر نیستم رقص رو ببینم. شما فاجعه رو ببینید تا کجاست. فاجعه فرنگی ناشی از چیه؟ ناشی از اون قانونش و حکومتشه دیگه. این قانون ماده دو چی میگه؟ ماده دو از آیین‌نامه دو، اصل دو قانون اساسی جمهوری اسلامی، جناب سرمی صدا ایکو میکنه اگر ممکنه. نه الان اینجا خوشمن بله الان خوب شد. بله بفرم. میگوید وحی الهی و نقش بنیادین آن در تبیین قوانین. خب تکلیف نفس احمدی دیگه روشنه، وقتی وحی الهی هست من این وسط چی کار هستم؟ من که با خدا همیشه پیوند ندارم، خدا با من گفتگو نمیکنه، منم با ایشون گفتگو نمیکنم. خدا وقتی این کارا رو نداره، 7 میلیارد آدم سر زمین، بیش از 700 میلیارد حتی سوسک و حشره و مار و قورباغه و ابلب و خر و آبزی، خدا من وقتی این کارا رو نداره. بعد میلیون ها مثل زمین رو درست کرده، خدا من که بیکار نیست که بیاد یه ماده قانونی برای جمهوری اسلامی بمیشه به خود من انسان ایرانی بدنش. بنابراین من اگر شعور انسانی داشته باشم، با دست دود مغز تکلیف من با این قانون اساسی روشنه. به همین جهت نصر احمدی از بد حادثه هم حکومت شناسه و هم قانون گذار، از بالاترین اقدمی های دنیا آمد سرستین بالا زد، یک قانون اساسی نوشت که بهترین نوع نظام حکومتی امروزه در جهان بشری از بین حکومت های جمهوری دنیا و از بین نظام های پادشاهی جهان بهترین نظامش پادشاهی پارلمانی هست و بهترین نظام جمهوری جمهوری پارلمانی هست. اگر در فردا آینده ایران مجلس مؤسسان درست بشود، از بین این دو نظام با اکثریت آرا به لحاظ ارزش‌های انسانی نصف به اضافه یک وقتی رأی دادن به یکی از این دو نظام، من انسان ایرانی به تبع اون قانون تابع اون نظام حکومتی هستم. اگر پادشاه پارلمانی شد حتما به اون پادشاه میگن اعلیحضرت، اگر هم جمهوری پارلمانی شد من به اون جناب آقای رئیس جمهور حتما جناب آقای رئیس جمهور خواهم گفت. گمان این حرف از این منطقی تر و بی طرفانه نخواهد بود جناب آقای سرمی. این است که پاسخ اون شنونده و بیننده گرامی رو که فرموده بودند که یک مقایسه بین قانون مشروطه و جمهوری اسلامی و نظام پارلمانی بشه، بسیار عالی و زیبا گفتن. اما باور بکنید، باور بکنید، یک چیز بسیار خوب 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 و زیبا رو و بسیار زیبا رو با یک چیز زشت اهریمن خوب مقایسه کنید، گناه کفر. این تقریب مشخصه در قانون مشروطه، تقریب روشنه. قانون مشروطه که میگه قاضی به انتخاب حاکم شهر به امضا شاه مجری کارش، کار قاضی بری به قضاوت. خب آقای سروی، این که خودش تداخل قواست، چون یک اصل قانون اساسی مشروطه، قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون اساسی طالبان و همه قوانین اساسی پیشرفته کره ارض تفکیک قوا هست. خیلی خوب در مشروطه هم آمده، اما وقتی شاه هم رئیس قوه مجریه هست، هم رئیس قوه قضاییه میتونه باشه و هم میتونه رئیس قوه مکننه باشه. چرا؟ چون میگوید وقتی قانون در مشروع در شورای ملی به تصویب رسید به صحه مبارک همایونی میرسد. خیلی خوب، اومدیم آقای همایونی دلش درد گرفته بود، اومدیم قرص مسکن خورده بود، اومدیم عرق خورده بود، اومدیم نه اصلا به پزروغی آدم سالمی نبود. خب اون قانون رو تفویض نکنه، مگه یه نفر اراده کل بشره، اراده کل جامعه هست. به همین جهت من سر ستیز داشتم با قانون مشروطه. آقای سرمی، وقتی ما چیزی رو داریم که سراغ چیز دیگری نمیدیم، بنابراین نبوده، بنابراین خوبی در قانون مشروطه و در قانون جمهوری اسلامی نیست. از این روی من قانون اساسی پارلمانی نوشتم. از طرفی در خود قانون اساسی مشروطه که هنوز ادعای طرفدارش هستم، به صراحت عنوان میکنه قانون ناشی از اراده ملت است. خود
عنصر محمد رضا شاه که به عقیده من انقلابی ترین عنصر ایرانی بود آمد کتبن به صورت کاغذ و نوشته، کار ندارم کاغذ نوشته رو کی گفته، یک بار توضیح دادم که من از نویسندگانش پرسیدم در یه مهمانی که افتخار خود من داده بودن پرسیدم، اون یه داستان سیاسی جداگونه است، اما خود محمد رضا شاه سر کاغذ جلوی دوربین حتی آمد گفت اگر آماده اید بخوانم، این قبلا پخش نمیشد، ولی اینو من از یک تلویزیون فارسی زبان خارج شنیدم، تلویزیون رنگارنگ، چند بار من این شنیدم که خود محمد رضا شاه عنوان میکنه اگر آماده ایست بخوانم، اما اون بقیه مطالب من خودم پای تلویزیون نشسته بودم تهران و شنیدم، محمد رضا شاه خودش گفت که من صدای انقلاب شما را شنیدم، بنابراین این استعفای رسمی و کتبی هست. دو، وقتی ملتی به خیابون میریزه بر اساس قانون اساسی مشروطه که قانون ناشی از اراده ملت است، این ملت گفت آقا شاه تو فرشته هستی، بهترین هستی، از آسمان هم آمدی، ما تو را نمیخواهیم، آمدن گفتن مرگ بر شاه، شاه هم رفت، شاه مملکت ترک کرد رفت. حالا جنبه سیاسی قضیه رو داخل نمی کنه، گزارشی که از زندان سگش رو برد، انبارش رو برد، جسد پدرش رو یه سال جلوتر برد، خب کسی که جسد پدرش رو میبره و ملتی رو بدبخت میذاره گزارش میکنه زندان، آقا این چه توانی باید بهش بدن، چه نمره ای باید بهش بدن؟ فرمانده یک پادگان وقتی از جبهه بگریزد 60 بار اعدامش میکنن، پادشاه مملکتی که بگریزد تکلیفش چیست؟ آقای سرمی جواب منو بدید. خب با سوالتون منو سیاسی میکنم، به سیاست میبریم، من ناتوانم جواب بدم، ای وای کجا فرار کنیم از دست این ستمگری های قانونی؟ آقا حکومتی بر سر کار بود به نام کاجار کار خود چه میکرد؟ آوردن هم گفتن این ستمگری رو به صورت قانون به جامعه حکم بکنیم که انگلستان با یه نفر طرف باشه به نام پادشاه دستشون ده سوزار شاه قدر قدرت رو 43 ساعت بهش وقت میدن مملکت رو ترک کنه، 3 روز ببخشید 3 روز، چرا بهش 3 روز وقت میدن؟ نوکر من نوکری داشت، اون نوکرم نوکری داشت، من نوکرم نوکر بودیم، آخه میشه 3 ساعت هم از بندر عباس وقت بهش میدن که بره تولنگ کن میشه پادشاه؟ پادشاه بره شما میشه، ولی نوکر انگلستان میشه. آقای جورج پومپیدو رو حتما شما آقای سرویس میشه شنیدید. الو؟ بله بفرمایید. آقای جورج پومپیدو رئیس جمهور فرانسه رو حتما اسمش شنیدید. بله بله. ایشان وقتی جشنان 2500 ساله بود، آندره مالروی دانشمند وزیر فرهنگ فرانسه لیست بود پیش ایشون، ایشون رو داشت صبونه میخورد، گفت که جناب رئیس جمهور این لیست رو نگاه کنید، در ضمن تاریخ حرکتتون رو به ایران به من بگید که من نطق شما رو بنویسم. گفت لیست رو هم بخون. گفت لیست دو قسمته. گفت دو قسمت یعنی چه؟ گفت اینی که خط کشیده بالا یه گروه دیگری هستن، اینی که خط پایین کشیده یه گروه دیگری. گفت اون بالا ها چیا هستن؟ گفت پادشاهان. گفت این پایین ها کی هستن؟ گفت رؤسای جمهور. گفت برای من پادشاه رو بخونید. یه هفت هشت تا پادشاه رو که خوند، گفت ببند کاغذ رو ببند. گفت چرا؟ گفت اینا که همه نوکرای ما هستن، پس چرا رؤسای جمهور پایین نوشتن؟ رئیس جمهور امریکا، رئیس جمهور فرانسه، رئیس جمهور کشور متفقی رو نوشته بودن پایین تر. و ببند ایستو ببند آقای آندره مال رو، اینا که همه نوکرای ما هستن. نه آقا تو خودت به نیابت دولت فرانسه برو ایران و دیدیم که جورج پومپیدو نمیمند. وقتی ما اینقدر یعنی اون آگاهی نسبی شود اندک خداوند به ما انسان ایرانی میده که آقا پادشاهان ما وقتی دستشون به نوکران حکومت های ما تابع هستن، چرا حداقل در اون نوکری مفری از نفس کشیدن نداشته باشید؟ برده آقای سروی احساس دلتنگی و نفس تنگی که میکنه دلش میخواد 30 ثانیه از هوا استفاده کنه کنن بشه بذاره زمین. ما نفت و گازوئیل رو تولید میکردیم، دو تا گازوئیل شما میخوردیم، سودش رو دربار شاهنشاهی میبرد، الان حکومت هر کاری بخواد به این نفت و گاز میاره سرش میاره، ملت اینو نظرگره تا کی تا قیامت. آقای امیر نمیشه میگه برخیز تا صد قیامت به پا کنیم، آقای فروغی بستامی گفته. عذر میخوام از شما، یکی از دوستان نوشته که شما وقتی میگید که شاه بزرگترین انقلابی بود، منظورتون انقلاب سفید خودش نبود، منظورتون انقلاب سفید نه اون که انقلاب نیست، انقلاب بله.
جناب آقای چربی، استدعا میکنم شنونده و بیننده گرامی اگر توجه کنن، بسیار خرسندم که این دقت نظر به خرج دادن و رفتن سراغ ریزکاری. نه نه، بیننده و شنونده گرامی حتما میدونن، خودشون هم میدونن چه سوالی کردن، مخصوصا این سوالی کردن که من روشن بکنم منظور انقلاب اسلامی هست. چون جریان ما در ایران هیچ وقت انقلاب نداشتیم الا انقلاب اسلامی. انقلاب آن است که نهادی برود نهاد دیگری بیاید. اینو سال دو جامعه شناسی به دانشجو اجباری درس میدن راجب انقلاب. سال دو 6 واحد اجباری داره هر دانشجوی جامعه شناسی در دنیا، تمام دانشجویان جامعه شناسی جهان سال دوشون 6 واحد اجباری دارن برای این کار، برای انقلاب، تعریف انقلاب. علل خصوص که من خودم دکتر جامعه شناسی انقلاب هستم، دکتر جامعه شناسی سیاسی هم هستم. انقلاب آن است که نهادی برود نهادی بیاید. اصلاحات ارضی فرمان ملوکانه بود بدون تصویب پارلمان اجرا شدنی، بعدم همون هم بلای جانش شد. همون آقای خمینی گفت آقا تو خلاف قانون اساسی رفتار میکنی برو، و تو قانون اساسی نبود، خود بنابراین انقلاب نبود. انقلاب یعنی حکومتی بده حکومتی بیاد، نهادی بده اصلا، نه حکومت. یعنی یه نهاد عوض بشه، یعنی مثلا نهاد جمهوری بشه پادشاهی، این میشه انقلاب. یا بالعکس نهاد پادشاهی بره نهاد جمهوری بیاد، این میشه انقلاب. این تعریف انقلابه. و نهادی که میاد با نهاد گذشته سر دشمنی داره، همه آثار و علائم پیش از خودش رو از بین میبره، آثار کلا سعی میکنه از بین بره، زبان رو تقریبا دستکاری کنه. که ما میبینیم الان زبان فارسی کمی بیش عوض شده. آقای سوربی از شما میپرسم، از 1 تا 10 هزار آگهی تبلیغاتی خارج از کشور، آیا شما جناب آقای پارسا سوربی میتواند به دکتر نصر احمدی بگوید که 1 آگهی تجارتی به لحاظ دستوری درسته؟ خیر، برای که دیروزانی هدف داره، میخواد نابود کنه اثر گذشته رو، فرهنگ گذشته رو، موسیقی رو نگاه کنید، از حالت مایه و دستگاه و ردیف و علمی و تکنیکی آمده به چه وضعی، زبان فارسی چه وضعی پیدا کرده، آثار تاریخی چطور از بین رفته. دو، شما یادتون هست سال 2004 کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه تهران رو آتش زدن؟ من در این تلویزیون برنامه داشتم، یک بیننده و شنونده زنگ زد و با بغض و حسرت به من گفت، گفت دلم میسوزه چون رساله لیسانس شما هم سوخته. گفتم نه نه، اسمش رساله نیست، ما ایرانیان عادت داریم به هر چیزی میگیم رساله. رساله فقط مال دکترا هست، اونو بهش میگن پایان نامه، مهم نیست. اون مثلا دلم میسوزه از اون زحمتی که قانوندانان ما، جامعه شناسان ما با الهام از قانون فرانسه، دانشگاه فرانسه و دانشگاه بلژیک برداشتن، اون قوانین رو نوشتن، قانون مدنی ما، قانون اداری ما، قانون جزایی ما، قانون جنایی ما، متاسفانه از بینش بردن. چرا؟ چون حالت انقلابی هست، چون حکومت حکومت انقلابی است. اما در جریان اصلاح درزی نه، شاک سر جای خودش بود، قدرتش هم بیشتر شد، فقط دشمناش و مخالفاش رو کوتاه کرد، دستش کوتاه کرد، ضعیف کرد، ولی کار انسانی بود، ولی کار انسانی بود. اگرچه من خودم خاندانم از رؤسای ایلات هستند، اما به حق یک کار انسانی بود، کوتاه کردن دست رؤسای ایلات یک کار ظریف انسانی بود. آوردن زن به میدان جامعه برای اینکه در قانون اساسی مشروطه اصل دو به آیین‌نامه انتخابات عنوان میکنه که نسوان، مهجورین و شکستگان به تقصیر و نظامی ها حق رأی دادن ندارن، حق رأی دادن یعنی زن و دیوانه در یه ردیف. ولی محمد رضا شاه آمد گفت زن بره پارلمان وزیر هم بشه، این کار انسانی بود، اما خلاف قانون بود، چون در قانون اساسی مشروطه نبود، چون مؤسسانی برای این کار تصویب نشد. به همین جهت رهبران مذهبی به استصدا افتادن، یک آدم شجاعتری از دیگران پا پیش گذاشت به نام آیت الله خمینی و فریاد کشید، گفت آقا کارت خلاف قانونه و کارت خلاف شرعه و کارت خلاف دینه، تو مگر شاه اسلام پناه نیستی؟ تو مگر حتی امام جمعه تهران که فارغ التحصیل پاریس بوده و زن آلمانی داره، اون که وقتی تو رد میشه قرآن بالای سرتو میگیره، اون کار چیه؟ این کار تو چیه؟ میکشه تا به اونجا که
سال 57 آقا سرمی شما حتما دیدید، همسر شاه پیشین ایران، شاه سابق ایران، توی پادشاهی در کار نیست. اگر من بگم الان شاه یعنی میخندن به من به لحاظ اکادمیک. ایشان جام شراب دستش بود در برابر دوربین برای آقای کارتر و همسر کارتر. خیلی خوب، زنی که تابه اون حد در قانون اساسی و در دین اونقدر مهجوره و به حساب نمیاد و خیلی خوب کردیش نایب السلطنه که خلاف اسلامه، که خلاف شرعه، که خلاف قانونه، خلاف انسانی نه، بهترین روش انسانیه. این جمله رو دقت بفرمایید آقای سربی، شنوندگان بینندگان گرامی، من اکادمیک میگویم به لحاظ انسانی زیبا، اما به لحاظ قانونی دشمنی با قانون. جام شراب به دست میگیره، خب معلومه رهبران رو مثلا باید فریاد بکشن، معلومه باید اون پادشاه رو سرکار نذارن باشه و معلومه که باید انقلاب بشه. منظور من از واژه انقلاب یعنی انقلاب اسلامی، یعنی دگرگون شدن نهاد پادشاهی و به جاش جمهوری رفتن، این میشود انقلاب. انقلاب آن است که نهادی برد، نهاد جدیدی بیاید که با نهاد پیشین هیچ سر سازگاری و هماهنگی و وفاق نداشته باشد. در فرانسه انقلاب شد 234 سال پیش، در روسیه انقلاب شد، در ایران هم انقلاب شد. اگر قرار است سؤال امتحانی کنکور مثلا فوق لیسانس جامعه شناسی یا فوق لیسانس علوم سیاسی باشد، در اون سؤال ها اگر بنویسند سه انقلاب برجسته جهان رو نام ببرید به ترتیب و 50 سوال دیگه مطرح باشه، این ستا رو باید اول بنویسن: فرانسه، روسیه، ایران. بله انقلاب اسلامی منظور منه، وگرنه جریان مشروطه که انقلاب نیست، جریان اصلاحات ارضی که به کلی انقلاب نیست، اون یک رفورم بود، اون یک رفورم بود، یعنی یک اصلاح، اصلاحکاری غیر قانونی، غیر قانونی، چون در قانون اساسی نیامد، چون مؤسسانی برای اون کار تشکیل نشد. شاه چون پول نفت داشت، کم و بیش قدرت‌های خارجی هم حس می‌کرد پشتوانش هستند، آمد گفت هر چه باد باد به جهنم. آخوند که نمی‌تونه حرف بزنه، مخالفان هم که ما قیچیشون می‌کنیم و دیدیم. شما جنگ کودلوی ممثلی، شما می‌دونید چند نفر در سال 42 کشته شد در تنگ گوجستان؟ 480 ایلیاتی، بیش از 1500 نظامی کشته شد. 16 نفرش هم در ماه 1343 در دادگاه نظامی شیراز تیرباری شدن. 7 تاش هم از رؤسای اشایری ایران بودن که همه خویشاوندان خود منم هستن. اینو میدونید که جناب سربی؟ بله بله. در معنامه ارتش نوشته برام آریانا بخونید، اسامی هم بخونید. شما میدونید، میدونم اینو میدونید، من حرف میبرم اینو شما میدونید، چون خودتون از اون خطه هستید. بله بله. خب پس استاد عرضی که با زور سرنیزی میشه بدون اون که در قانون یک کلمه بالا پایین بشه، دست به قانون نزنن و بخواد اجرا بشه، خب غیر قانونیه دیگه. قانون آن هست که به پارلمان داره و تصویر بشود، مؤسسان درست بشود برای این کار در قانون اساسی بیاید. آقای احمد بود میخوام، عوض میخوام از شما. یکی از دوستان میگه که شما اگه باور دارید که آقای رضا شاه دست نشانده انگلستان بوده، پس چرا خود انگلستان ایشون رو به اصطلاح چی بگیم تبعید میکنه، همونجوری که شما گفتین در عرض 3 سال؟ سردی ارجمندم، سردی ارجمندم، رؤسای ایلات اشاعر وقتی غضب میکردن حتی به یه نوکر بسیار دلسوز و محبوب او اخراج میکردن، کار نداره نوکر رو بیرون میکنه، اون که بسیار راحته، این که بسیار ساده است، ابتداییه، از نوکر خوشش نیمده یه نوکر دیگه آورد، خوشش نیمده، خب طبیعیه. این آنچنان که در خود قانون اساسی مشروطه به گمانم اصل 54 یا 56 درست نمیدونم آقای نه نه 48 با پوزش خدایا 48 راجع به پارلمانه 56 میگوید اصل ببخشید اصل 48 نه متمم اصل 48 نظامنامه میگوید عزل و نصب به وزیر به فرمان پادشاه. خب یعنی وقتی اینقدر وزیر برای اون پادشاه راحته و پادشاهی دم که به لحاظ تاریخی بسیاری ها میدونن دستشون به انگلستانه، خب بیرون کردنش خیلی راحته، مثل بیرون کردن وزیر. وزیر شو از وزیر خوشش نمیاد، اخراجش میکنه، میگه عزل و نصب وزیر. ببخشید یعنی باشد. یعنی شما اینجوری داره. بله این منطق استفاده میکنید که اتفاقا چون خودشون آورده بودن خودشون تونستن اخراج کنن، اگر مردمی بود که نمیتونستن اخراج کنن. یه جمله غم انگیزی من نمیخوام مطرح کنم، سال 1000
1987 در پاریس از زبان کسی شنیدم که از اون روز برای من ایشون جای سوال بود. همین جمله شما رو اینان گفت، همین جمله شما رو. بله خیلی هم میگن همونا که بردن همونا میارن، همونا که آوردن همونا میدارن. بله تا ما این تفکر اجتماعی رو داریم و این هدفهای اجتماعی رو، یک ملت سربلندی نخواهیم بود، یک ملت مترقی نخواهیم بود. ما باید این تفکر آزادی خواهی نویش آزاد منشی و آزادگی، آزادگی سخت البته نصیب هر کسی منیشه، اون نصیب هر کس نمیشه، ولی آزادی خواهی که دیگه شامل آن میتونه باشه. من نمیخوایم دستشان بباشیم، ممکن آزاد باشه. خیلی خوب، در جهان امروزه که ما در برابر قدرت های بزرگ زورمون نمیرسه، حداقل معامله من تهاتوری باشه، پا به پا باشه. خیلی خوب، ما با شما معامله میکنیم، بعد چشم سمن و پهن، چون زورمون نمیرسه و چون نداریم از شما ازار تکنیکی میخریم. خب اینه منطقیه، اما دیگه نوکر نباشیم، دیگه دست شونده نباشیم، آلت فعل شما نباشیم. شما این دوره نوش با من دوست بوده، ببخشید پسرش الان حدودی به گمانم آره از پدر من چند سال بزرگتره، پاریسه. ایشون پدر ایشون بارها گفته بود که صدر اعظم معروف ایران گفته بود که پولوی که دیگش در سفارت انگلستان باشه من از اون پولو نخواهم خورد، من از پولوی مسعوده سرمو بزنن نخواهم خورد. این جمله ایشونه، تو صد تا کتاب هم بهتون میگم بخونید، جمله این دوله معروفه. پولوی دیگه انگلی دیگه که پولوش در سفارت انگلستان پخته بشه من از اون نخواهم خورد. البته پولو ظاهری هم بود، چون که پولو میپختن همه رو دعوت میکردن بخورن به طرفداری از مشروطه که بگن زنده باد مشروطه به دستور انگلستان. خب این که بعدی مشخصه، و همین اگر که این جریان 100% انقلاب میبود، چرا آقای این دوله که مخالف مشروطه بود 19 دفعه بعد از مشروطه وزیر شد؟ این سوال من از شماست آقای سرمی، جواب منو میتونید بدید؟ نه، جوابی نداره. مستعبر این آدم بعد از مشروطه دشمن مشروطه یک مشروطه شد وزیر، چون انگلستان میخواست. با باشه بذارید باشه، بذارید باشه، چون آدم کاراییه، چون مخالفت با مشروطه کرده، ما میخوایم مخالفت رو بی‌اعتبار کنیم و دستشوندگیمون اعلام بکنیم که دستشونده همون رو معرفی بکنیم. بذارید باشه، 19 دارشون وزیر شد، سربچم ترجیح شد. یک بار در تاریخ ایران پیش از انقلاب یک کسی مهدور الدم شد و مصادره انوار، یک مرد پهلوان سیاست ناجی ایران به نام احمد خان قوام سلطنه، ایشون در 1327 مهدور الدم شناخته شد از طرف مجلس ایران و مصادره انوار. همون موقع در پاریس برای محمد رضا شاه نامه سرگشاده نوشت. آقا شما در اصل 48 قانون اساسی آمدید گفتید از اون ببخشید اعلان و انبساط مجلس در آن واحد به فرمان پادشاه، چرا آن واحد اضافه کردی؟ چیزی که پدرتان جرأت گفتنش را نداشت. و من یقین دارم این نامه احمد خان قوام سلطنه است، نامه سرگشاده تاریخ 27 اردیبهشت 1328 از پاریس به تهران، و من یقین دارم که شما خودتان تاج را بر زمین خواهید گذاشت و می روید. این جمله احمد خان قوام سلطنه است. آقای احمدی، مجلس میتونه کار قوه قضاییه را انجام بده و کسی رو محکوم کنه به مرگ یا هر چیز دیگه؟ اونا قوه مقننه هستن، چه کارشون به این کارا؟ آقای سروی در اصطلاح عام خودمون میگن طرف زورش به شوهر مادرش نمیرسه بهش میگه بابا. بله هر کاری شده، هر کاری شده نیست در جهان هستی، وقتی مسئله ضد قانونی خب باشه دیگه، چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ شما وقتی تعیین حاکم شهر به انتخاب تعیین قاضی به انتخاب حاکم شهر به شما معرفی میشه و اصل ترکیب قوا هم در همون قانون اساسی است و شاه قاضی رو دیگه برخش امضا میکنه، این یعنی بی قانونی؟ این یعنی دشمنی با قانون؟ شما قوه مقننه الان خودتون گفتید که
خب قانون وضع میکنه، درست. مهمترین وظیفه پارلمان، یعنی سه وظیفه داره پارلمان، بیشتر نداره. نمیتونه در جاده بوشهر دخالت کنه برای استاندار، این خلافه. اگر من استاندار بوشهر باشم، مثلا میگم، مثلا اون پست رو پذیرفته باشم، یعنی بپذیرم که مثلا قانون مشروطه یا قانون جمهوری اسلامی خوب باش کار میکردم و استاندار میبودم و سن من در دوره شاه با استانداری میرسید، کت بسته نماینده پارلمان رو میفرستادم زندان. نماینده پارلمان رو من میفرستادم زندان. چرا؟ چون دخالت کرده در کار قوه مجریه، خود نماینده پارلمان. الان راحتی نماینده پارلمان ما مدیر کل عوض میکنه، حتی زورش میرسه استاندار عوض میکنه. آقای سرمی کجای کارید شما؟ قانون در مملکت ما یه چیز بیقانونیه. چرا میرزا ملکم خان نوشت اولین بار در تاریخ ایران نظام ملکم خان ناظم الدوله پسر میرزا یعقوب ارمنی کتابی نوشت به نام قانون، روزنامه هم داشت به نام قانون. اون زمان اوایل کار ناصرالدین شاه، اون زمان روزنامه بوده در ایران، ما 150 تا روزنامه داشتیم، برای روزنامه که نوشت آزاد بودن برخلاف پهلوی. در اونجا نوشت ما سرتیپ عوض میکنیم بدون دلیل، سرتیپ عوض میکنیم بدون دلیل، اعدام میکنیم بدون دلیل. این جمله، این جمله آقای ناظم الدوله است، میرزا ملکم خان، در کتاب قانون 1881، چند سال؟ نزدیک 70 سال پیش. این آدم این مطلب رو می نوشت. بعدش مستشار دوله تبریزی یک کلمه رو نوشت، یعنی قانون، یعنی مملکت قانون میخواد. بعد خود ناصرالدین شاه از سفر فرنگش که برگشت 3 سفر کرد، به وزراش گفت آقا یک قانون بنویسید مملکت نجات پیدا کنه، مثل ممالک اروپایی ما به خوشبختی برسیم، پادشاهشون رو اعتبار دارن برای قانونشون. چاپلوسان درباری که من امشه عنوان کردم راه زنان آزادی هستن، به پای شاه افتادن چون منفعتشون در خطر بود. گفتن اعلی حضرت اعتبار پادشاه افول میکنه، قبله عالم جلال نزول نمی کند، اعتبار قداست پادشاه به زمین می افتد، این کار را نکنید. خب اونم بیچاره قبول کرد، آمدن بادنجون کندن، پوست کندن. نوکر بادنجون، نوکر بادنجون داستانی هست واجب دوره ناصرالدین شاه. داستانش گفتیم خوراک خوب برام درست کن، بادنجون براش درست کرده بود. فرداش هم گفت یه خوراک بد برام درست کن، بازم بادنجون درست کرده بود. تو رو دهن گفت فلان فلان شده، تو دیروز من بهت گفتم بهتری خوراک خود درست کن، بادنجون درست کرده، امروز هم بادنجون که بهت گفتم خوراک بد. گفت قربان من نوکر تو هستم یا نوکر بادنجون؟ این که معروفه این عبارت. نخیر، تا ما خودرایی و خودسری داریم در مملکتمون، حاکم یک نفره و یک گروه، در جمهوری اسلامی یک نفره نیست، گروهیه، در مشروطه یک تنه بود، یعنی شاه میخواست اعلی حضرت باشه مدیر کلا باشه، شاه میخواست اعلی حضرت باشه دلال معاملات اسلحه هم باشه، شاه میخواست اعلی حضرت باشه و مسئول خرید فروش نفت هم باشه. این نمیشه، مملکت جوره میاد با این کارا، مملکت به راه بدبختی میده. بهترین استعدادها را ایرانی ها دارن، چه زمینه بد چه زمینه خوب، مهم اینه که این استعداد به کار گرفته بشه. آقای سوروی، آقای سوروی، بنا بود که من برم سراغ قانون اساسی با توجه به اینکه اشاراتی راجع به سیاست فرمودی و امروز هم از قضا 28 مرداد، ولی من برم سراغ قانون اساسی چون سیاست مربوط به همه هست. یه سوال، یه سوال دیگه همگان نیست. سیاست هم دریاییه. آقای دکتر احمدی، دکتر احمدی یه سوال دیگه مونده، اگه لطف کنید اینو خیلی خلاصه پاسخ بدید، بعد ما مینشینیم و به صحبت‌های شما گوش میدیم. دوستان میگن که وقتی که شما اینجوری صحبت میکنید حتما مورد اتهام قرار میگیرید که دفاع میکنید از جمهوری اسلامی و آخوندا. پاسختون به اونها چی هست؟ والا اگر یک کسی درجه انصافش بعد نسبی برسه، یعنی حق گزار شیر مادرش باشه، وقتی یه بشری پیدا میشه در جهان هستی قانون اساسی می‌نویسه، یعنی اون حکومت و اون قانون نه، این قانون بله، خب دیگه دقیق مشخصه. به گمانم اگر طرف خدای ناکرده ابله هم که باشه، یک درصد به وجدانش مراجعه کنه، میگه خب این بابا که گفته قانون من نه قانون تو،
یعنی کل جمهوری اسلامی نه. بسیار ممنون. از طرفی من وقتی میگم تکلیفم با قانون اساسی روشن، قانون اساسی جمهوری اسلامی که ماده دو آیین نامه دو از ماده دوش عنوان میکنه وحی الهی و نقش بنیادینش در بیان قوانین و تبیین قوانین، تکلیف من با اون قانون اساسی فاسد روشنه. خب فاسد و اسد با هم باید جور بیان. خب اون به وجدانش باید مراجعه کنه و این جمله رو عنوان کنه. شش سال من جنگیدم، شما همه رو بررسی کنید. دیناری گرفتن از جاهایی، اگر نفس آمده دیناری از دیاری گرفته در جهان هستی، اگر با گروه حزبی دستوی فرقی داخلی و خارجی حتی یک دقیقه نشسته، اگر آرمانی اندیشه خارج از مقوله فرهنگ ایران بر زبان جاری کرده، نفس آمده هزار بار محاکمه پیش از محاکمه اعدام بکنید. اما نفس آمده فرزند خلف میهنه، فرزند پاک، فرزند پاک به طور مطلق کلمه مثل آفتاب. تأکید من روشنه آقای شربی، من در برنامه شما هم گفتم در 150 برنامه رادیو تلویزیون بیشتر، چون من 57 رادیو و 9 تلویزیون برنامه داشتم، یعنی برنامه گذار داشتم. بارها از من پرسید بودن که چرا در سن 23 سالگی پست وزارت فرهنگ رو که دو تا آیت الله، یک آیت الله العظمی و یک آیت الله به خونتون اومد و 3 روز با شما مجادله داشت و نپذیرفتید. من تأکیدم روشنه، اگر کسی بخواد برای یک اپسیلون زمانی و برای یک موقعیت، کمترین موقعیت، نسل احمدی رو در آرمان مقدسش به زیر سوال ببره، به گمانم دشمنی با آزادی، آزادی خواهی و انسان دوستی عطا کرده. حالا من خواهی سر جای خودش. نه نه، وقتی من قانون اساسی نوشتم، خب اون طرف باید خودش بدونه دیگه. یعنی وقتی قانون اساسی رو زیرش نوشته دکتر نصر احمدی، یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی نه، یعنی حکومت اسلامی نه، از بالا تا پایین، از اعلا تا ادنا. اما اگر از من بپرسن مثلا تفاوت فلان آدم در حکومت اسلامی با فلان آدم، به حسب شناختی که دارم البته، وظیفه من نیست، کار من نیست، من همه رو قبول ندارم، اما آدم ها رو وقتی بخوان مقایسه کنن، مطمئنن به لحاظ شناخت قضاوتی خودم حتما نظر میدن. تکلیف من که روشنه آقای سربی. بسیار ممنون، بفرمایید. نگرانی هستند که تکلیفشون روشن نیست. یک روز جمهوری خواه هستند، یک روز مشروط خواه، یک روز شهروندند، یک روز نافرمانی مدنی، یک روز رهبرند، یک روز طرفدار نظام پارلمانی، یک روز بی تفاوت، یک روز هم منجبند سرز به دست دارند، علمان فریاد می کشند که این عقیده از تهران آمده است و من بلندگوی آنان هستم. باید برم سراغ اونا، اونا که ملت رو 36 سال بازی میده، 3 ضربه می زنن نه 2 ضربه. باید برم سراغ اونا، نه سراغ نصر احمدی. نصر احمدی چون شریک رقص های شبانه نفت خوران مملکت نبوده است و نیست، اگه رقص یاد نگرفته. نسل احمدی شریک وکانس یا وکیشن انگلیسی شو بگم، چون ایرانیان ساکن امریکا فقط به انگلیسی چسبیدن و فرهنگ امریکا، از فرهنگ بیرون از امریکا دم نمیزنن. یعنی براشون وقتی من میگم لایسیته عجیب و غریبه، میچسبن به سکولار. خب سکولار پایین تره، لایسیته بالاتر، متولی تره، متحول تره، اون حتی بالاتر از حقوق بشره، چون حقوق بشر معدوده، حقوق بشر ناقصه. این حقوق بشر در سیمادش خیلی نقصان و کاسی و عیب توش هست. وقتی من عنوان میکنم، خب بنابراین تکلیف من روشنه و برن سراغ مصبند سبزبند، باید برن سراغ آدم های بیقانونی که ادعای حاکمیت ملی دارن. شما کجا یه ایرانی دید باشه بره مثلا بره هلند بگه من رفتم دادگاه لایحه علیه آقای بابر شکایت کردم؟ خب یه آدمی که علم جامعه سر کار داره به این آدم نوری دیوانگی میده، میگه خب این آدم دیوانه است. چرا؟ چون من، شما، آقای سوربی، شاهزاده رضا پهلوی، آقای دکتر افشارای دانشمند، دوست خودم که به شما هم مربوط هست، دوست شما هست که اسلام شناسه و مؤمن و معتقد به دین اسلامه، ما هیچ کدام مرجع رسمی نیستیم،
هیچ ایرانی در خارج از کشور مرجع رسمی نیست، مقام رسمی نداره. هر بشری به این رفتن به دادگاه هست علیه جمهوری اسلامی فرد، اونو بهش میگن دیوانه، تو قانونی نیست و دارن سراغ اون آدم ها. نه نصر احمدی، نصر احمدی پولی از کسی خواسته؟ نصر احمدی در آینده ایران اگر این قانون مؤسسان تحصیل روش میکنه، حداقل $1,200,000,000 به نفع ملتش به بیت المال ملی ریخته. چرا؟ چون نمایندگان که 1,000 نفر باشند، برای 2 سال حداقل حقوقشون میشه $1,200,000,000 ماهی $10,000. این جنبه اقتصادیش. جنبه فرهنگی و معنوی یه خط روشن، هدف روشن به ملت ارزانی شده در طیب خاطر. آقای سرمی، میهن پرستی آثار علائمی داره. من هدفم بررسی قانون اساسی است برای راهکاری برای آینده ایران، برای که ما 2 هدف 36 سال بیشتر نمی باید می داشتیم. بقیهش دیگه قصه حسین کرده، یعنی داستان های یوتیوب رادیو تلویزیون ها به هم قرض می دن. آقای سرمی، آقای سرمی، شما می دونید الان رادیو تلویزیون ها به صورت زنجیری عمل می کنند؟ نه، شما خودتون مدیر تلویزیون هم هستید و من می دونم جوابتون نه هست. 4 تا تلویزیون رسما در لس آنجلس زنجیری کار می کنه، یعنی یک هدف رو تعقیب می کنن با یک آدم مشخص. خب این کجاست دموکراسی؟ به گفته دکتر عبدالسلام بنی‌صدر این بمب کراسی است، دموکراسی نیست. سانسور اینجاست آقای سرمی، سانسور در امریکاست، یعنی در تلویزیون ها و رادیو های امریکایی، فارسی زبان امریکایی، امریکا. اختناق در اینجاست. شما در کشوری که تقریبا نیمه دموکراسی است، به لحاظ دانش هم میگم نیمه دموکراسی، اگر من مثلا مشمندلی بقال بودم اینجا گوشت میفروختم در فلان فروشگاه یا نخود میفروختم، قابل من که مشکلی نداشتم اومدم خارج، همین نخود فروشی تهران رو میتونم بکنم. اگر من پزشک مجاری اداره هستم یا پزشک نمیدونم مغز هستم یا چشم، خب همین ایران میتونم این خدمت رو برای همیهنانم هم در داخل بکنم. چرا خارج هستم؟ شما ایرانیان خارج نشین، خیلی خوب، از دموکراسی جهان غرب هیچ بهره نبردن، حتما هم بهره بردن، شاید وجدانشون رو هنوز آگاه بیدار نکردن. یک کسی که عملا نظام دیکتاتوری رو داره جایگزین آینده نظام دموکراسی ایران میکنه، شما واژه رفراندوم صدها بار از این رادیو تلویزیون شنیدید، یک آوازی درست کردن آخر سرش میگه رفراندوم به پادشاهی رضا شاه دوم. این آقای سرش میشه شما رفراندوم میذارید یا 1% دموکراسی؟ اگرچه رفراندوم عوام فریبه، من توضیح دادم خیانت بار در این کار برای یک مملکت رفراندوم هست، چه در امریکا، چه در فرانسه، چه در سوئیس، در اولین بار رفراندوم درست شد در جهان. خب رفراندومی که آخر سرش با آوازی خواننده بی سوادی میخونه، یه شاعری هم براش نوشته و به دست شعر من تنبونی، و بعدم آخرش میگه رفراندوم به پادشاه مزاشا دوم. شما آیا نمره برای ارزش‌های انسانی در جهان خارج از مرز قائل هستید؟ جواب من آقای سرمی بدید. نه دیگه، معلومه. خب همینه دیگه، همینه دیگه. اگر یک کسی نصر احمدی رو میخواد داوری بکنه، ازش تقاضا میکنن در پیشگاه وجدانش و به اخلاق انسانی سوگندش میدن، بعد به پدر و مادرش. اول نصر احمدی رو بشناسه بعد داوری کنه. داوری آن است که ما شناساننده باشیم و بشناسیم و بعد داوری کنیم. من دیگر کمونیست رو نشناسم، حق ندارم کمونیست رو توضیح بدم یا رد کنم. ممکنه بر اساس آگاهی بپذیرم، چون بیدانش من در اون کار، چون کتابی نخوندم و من کسی نگفته. یه دفعه از یه جای آمدن کمونیست شدم، خب بر من هر جیمیست، بر من نوعی عرض میکنم، اما رد کردنش باید در اساس آگاهی باشه. من چرا کمونیست نیستم؟ چون کمونیست از کمونیست ها بهتر میشناسم، چون مطمئنه از آقای کیانی بهتر میشناسم کمونیست رو. اگر از انسان تبری بیشتر نشناسم، ولی به اون اندازه میشناسم، شایدم مسلطتر. من با ایراج اسکندری در جوانی نشستم، 24 سالگی در پاریس،
دانشجوها در کمونیست رفتن کمونیست ارزیابی کردن، همین جهت اعتراف کردن که بین جناح راست در 73 سال مبارزه یک نفر پیدا کردیم اکادمیسیان دیالکتیسیان، یک جوانی به نام نصر احمدی. چرا؟ چون من شناخت دارم. داوری در مورد هر آدمی اول شناخت اون آدمی که مورد مؤاخذه و محاکمه باید واقع بشه. یعنی متهم شما اگر قاضی نشناسه اصلا حق نداره متهمش بکنه، حق نداره. اصل انسان بر براعته، اصل اول بر نیک اندیشی هست. بسیار ممنون آقای احمدی، امروز هم به پایان برنامه رسیدیم، امیدوارم در هفته آقای شروعی به قول شیرازی نه اصفهانی هستن میگن خدا بگم چی کارت بکنه. شما من بردید دوباره به سیاست و این قانون اساسی پارلمانی که بنا بود از روز اول از بای بسم الله تعالی و سلام برای همیهنان توضیح داده بشه که در فردای آینده ایران مؤسسان یکم اینو ارزیابی بکنه یا نمره قبولی بهش بده 100% یا نمره رد بهش بده یا 50-50 قبولش بکنه، باز هم منو بردید به سیاست. عیبی نداره. پس تا گفتگوی آینده شنوندگان و بینندگان گرامی شما رو به خدا بسپارم با آرزوی بهترین ها برای همیهنان گرامی، برای آینده ایرانی درست و سالم. اما کسانی که من چند تلفن داشتم که همراه و مددکار برنامه من در رادیو شما تلویزیون شما هستند، ازشون سپاسگزارم. من وقتی دوستی بهم زنگ زد که از سر ساختمان آمدم پایین با شما صحبت میکنم، واقعا دلم کباب شد. گفتم آفرین به این میهن دوستی که هنوز آثار علائم میهن دوستی هنوز زایل و خونسا نشده. امیدوارم یک جنبش ملی بین ما ایرانیان به وجود بیاد برای یک راهکار درست اساسی و اصولی برای آینده ایران. اگر کسانی مددکار برنامه میهن هستند در تلویزیون شما حتما که تماس میگیرن با من، با خود شما امیدوارم گفتگو بکنن. رادیوی آقای توکلی، تلویزیون آقای امیدوار، برنامه آقای مینون، من هم پذیرای خوب همیهنان گرامی هستم و این ارتباط رو با مدیران تلویزیون و رادیو برقرار میکنم. جناب آقای سوربی، شما هم خواهش میکنم به موقع پاسخ منو بدید. اگر کسی قرار مددکار شما باشه که این ارتباط رو من وصل بکنم، دوستی در این زمینه گلایه‌منده. بله چشم، که من نمیخوام اسمشو بیارم. آرزوی شادی براتون میکنم، برای شما و همه شنوندگان و بینندگان گرامی تلویزیون مردم. ممنونم، مرسی. دوستان عزیز، با آقای دکتر نصر احمدی بودیم از کالیفرنیا. اگه مایل هستید با ایشون تماس بگیرید، شماره تلفن مستقیم ایشون هست 818-201-5779. بسیار ممنون و امیدوارم که کتاب ایشون رو بخونید. اگر پرسشی یا نظری دارید یا با خود ایشون مطرح کنید یا به صورت پیام بذارید اینجا، ایمیل ارسال کنید تا بتونیم مطرح کنیم و در موردش صحبت کنیم. خب همین که آقای نصر احمدی میگه که دوستان گله میکنن که شما تماس نمیگیرید، دلیلی هست که من یکی الان وقت کمتر از قبل دارم و در برنامه قبل گفتم وقتی که اون آقای امیر سلیمانی دو سه بار زنگ زده بود، من به اونایی که زنگ میزنن هی میگن زنگ زدیم شما نیستی به ما زنگ بزن، زنگ نمیزنن مگر اینکه بگن چه کاری دارن، در رابطه با چی هست، به قول معروف یه توضیح کوتاه بدن، من بهشون زنگ میزنم. و میبینید که حتی آقای نصر احمدی میگه طرف مایله که از برنامه ها حمایت کنه ولی شما زنگ نزدی. دلیلش اینه که به من زنگ نزدن ایشون با آقای نصر احمدی زنگ زده. آقای نصر احمدی برای من مسیج گذاشتن که سوربی با من تماس بگیر وقتی من میام، یا صبح زود ما هست که برای کالیفرنیا خیلی به اصطلاح وقت خوبی نیست، یا بعدش دیگه درگیر هستیم و ما باید یاد بگیریم از این پیامگیر استفاده کنیم. اقلا از این تلویزیون ها 20 ساله داریم برنامه نگاه میکنیم، یه چیزی یاد بگیریم. حالا در این رابطه من یه پیامی رو براتون پخش میکنم و ببینیم. صدای این آقا خیلی برای من آشناست و متاسفم که ما هنوز در قرن 21 در سال 2015 یاد نگرفتیم که با پیامگیر صحبت کنیم. بشنویم صحبتای این آقا رو و من مثل کسی که حضور داره پیامشون رو نگه میدارم، نظر خودم رو میگم و جلو میریم. بفرمایید، با شما هستیم. الو جناب آقای سوربی گرامی، درود بر شما.
عزیزم من دیگه عادت کردم به درود بر شما گفتن، خواهش میکنم بر من خورده نگیرید، من دیگه سلام رو فراموش کردم. اولا شما سلام رو فراموش نکردی، اگه سلام رو فراموش کرده بودی الان میگفتی اون کلمه چی بود که قبلا میگفتیم، پس همین الان با دروغ شروع کردی. و آقای نصر احمدی درست میگه، میگه شماها که درود میگید چون دروغ میگید درود رو هم خراب کردی. من با شما چه مشکلی دارم سر درود؟ شما از صبح تا شب راه برو تو خیابونا مثل دیوونه ها، به هر درختی که رسیدی بگو درود درود درود. به من چه؟ اینجام که آمدی شما بگو درود، من به شما میگم سلام. شما بگو درود، من میگم هی. شما بگو درود، من میگم هاو آر یو. من چه با شما مشکل داشتم؟ این آقا فکر کنم اسم شهرام باشه اگه اشتباه نکنم. حالا ببینید دوستان، یه نفر زنگ زده به یه تلویزیون میخواد نظرش رو بگه، به جای اینکه زنگ که میزنه بگه من کی هستم، از کجا زنگ میزنم، برای چه منظور، با دروغ نه درود، با دروغ شروع کرده. موقعی که شما دنبال دختربازی و دیسکو و پول باباتون رو خرج میکردید، بنده 2 سال در 2 تا لشکر 2 تا تیپ خدمت کردم، هر روز صبحم باید میگفتیم درود. رژه هم که میرفتیم، اگر اون کسی که سان میدید رژه تماشا میکرد میگفت خیلی خوب، ما به اون میگفتیم درود، نمیدونم سپاس فلان. شما اصلا فکر کردید سپاس یعنی چی؟ این چه چیزی هست؟ این چه ستایی هست که ما باید پاس بداریم؟ همینجوری یه مشتی عقب افتاده. حالا بفرمایید ببینیم شما چی میگید. بفرمایید. این ساله. خب. عرض میشه حضورتون. عرض میشه. بله. اینی که سلام و فراموش کرده عرض میشه. و چندین سال دیگه به هیچ کس نمیگه سلام. حالا من از این سوال میکنم، وجدانن اگه داشته باشی هنوز یه تعمونده ای، وجدانن صبح از خواب که بیدار میشی به دخترت، به پسرت، به خانمت، اگه اینا باشن باهات، چون بیشتر اینها معمولا زنش ولش کرده، دخترش بزرگ شده رفته محل بهش نمیذاره، پسرش محل بهش نمیذاره، تنها جایی که میتونن حرف بزنن تلویزیون های ایرانی. شما اگه اونها باشن در منزلتون بهش میگی درود دخترم، درود پسرم، یا میگی سلام بابا جون؟ بشنوید. شما که خودتون تو برنامه امروز خودتون گفتین که من در گذشته اشتباه کردم، من حماقت، بله گفتم، از این میخواستم بگم اشتباه کردم چیه، حماقت کردم. بفرمایید. کردم که با شما اومدم نهار خوردم و فلانی عرصا بعد از چند سال، حالا فهمیدم که اشتباه کردم، معذرت میخوام. خب و بعد کم یه نوشته آوردی که نوشته بود ببین دوست عزیز، برنامه ای رو که من اجرا کردم، برنامه ای رو که شما دیدید و بعدش هم دیدید که من و ملت و اینا میدونیم داری چی میگی، حرف خودتو بزن. بله من اشتباه کردم، غلط کردم، حماقت کردم و میگم که اشتباه کردم، حماقت کردم. شما بعدش که حالا میری سراغ اونها، اونها دروغ میگن، میگن اصلا ما نبودیم. این تفاوت من با اونها، شما این رو هم نمیفهمی، همون جوری که تفاوت سلام و درود هنوز نفهمیدی، این رو هم نمیفهمی. بفرمایید. Wise man changes his mind, a fool never will. بله. درسته؟ بله. یک مرد آگاه، یک انسان آگاه نظرش عوض میشه، ولی یک شخص فول و نادان هیچ وقت نظرش عوض نمیشه. بفرمایید. خب پس حالا این کنجکاوی برای چیه که مثلا فرض کن دکتر مسئول، پروفسور مسئول انصاری الان که بر ضد ادیان صحبت میکنه و بر ضد، البته ایشون مرده الان دیگه صحبت نمیکنه، بعد کجای این حرفی که من زدم جلوی این رو میگیره که من ببینم مثلا شما 30 سال پیش که در ایران بودید چه کاره بودید؟ شاید اونجا تیمسار بودی، سرهنگ بودی، الان آمده اینجا راننده تاکسی شدی که خیلی هم کار پر افتخاری خوبیه. اصلا این چه ربطی داره با اون چیزی که من گفتم؟
منی که احمق بودم رفتم وقتمو گذاشتم برای یه آدم احمق و نادانی به نام آقای پیام امیر سلیمانی لنگ که نه داداشش باهاش خوبه نه مادرش باهاش خوبه، حالا میگم اشتباه کردم، این چه کار داره با آقای پروفسور مسعود انصاری که توی اون دستگاه با شاه رفته نمیدونم حج و با این و اون میخورده و میبرده، بعدن اینجا که اومده گفته اصلا من اون نبودم، این چه کار اون داره؟ آقا یک کمی شما برو اصلا فکرتو بریز توی چی میگن یه دستشویی بشور تمیزش کن بعد برگرد با من صحبت کن. ضمناً شما شاید کاش که الان بهش زنگ بزنم، بذارید ببینم شمارش میتونه الان زنگ بزنم. Hello, please state your name after the tone and Google Voice will try to connect you. ببین تلفن‌های اینا همشون اینجوریه. من سوربی هستم از تلویزیون. اینم تلفن‌های این دوستان، تلفن مجانی گوگل وایس. شما وقتی میخوای تماس بگیری باید اسمتو بگی، بعد شاید حاضر بشن جواب بدن. من میدونم ایشون الان از ترسش جواب نمیده چون میدونه من تو برنامه زنده زنگ میزنم. من به دفتر رضا پهلوی زنگ زدم، خانم وفایی گفت الان میرم میگم آقای رضا پهلوی بیاد. من گفتم ما موقعی که تو هنرستان درس میدادیم یه خدمتکاری داشتیم به نام مشتفر، این اهل یاسوج بود، لور غیور ایران. این هر کسی بهش یه چیزی میگفت میگفت چشم آقای مهندس، الان ایرام الان ایام، این خانم وفایی هم الان ایرام الان ایام، رفت که بیاد. من میشناسم شما رو، من شما رو بزرگ کردم. اگر من نمیتونستم جواب شما رو بدم که من نمیتونستم 18 سال اینجا دوام بیارم، پس من بیدی نیستم که با این بادا بلرزم. حالا میخواستم سوال کنم که این آقا همون آقای شهرام هست که اتفاقاً بس که تو دانشگاه هم درس میده یا تو دانشگاه، چون دیدم دو سه بار میخواست اسکایپش رو درست کنه و اینها، از بچه‌هایی که اونجا کار میکردن چیز کرد. ولی آقا شما وقتی زنگ میزنی یه جایی بگو من کی هستم، افتخار کن به اسم تو فامیل تو که شما کی هستی. تا کی میخوایم همش دوز دوزکی زندگی کنیم؟ خب اجازه بدید که ایشونو با حال خودش ول کنیم یا دنباله پیامشو بشنویم، حالا که خودش نیست. بفرمایید. میکنم اینا قبلا مثلا فرض کن چی بوده، من که رفته بوده، خب رفته باشه، یا فرض کن شجاعتین شفا، خب همه این کار کرده باشن. آیا انسان قابل تغییر مگه نیست؟ شما خودت قبول داری که هست، شما خودت میپرسی خودتم پاسخ میدی، خودگویی و خودخندی، عجب مرد هنرمندی. بفرمایید. یا مثلا محمد نوریزاد، خب یه زمانی دوربر خامنه‌ای بوده، الان نیست، شکی نیست که این آدم متحول شده مثل همه ماها. طبیعیه که بعد از گذشت زمان انسان اگر میخواسته که تغییر بکنه، میخواسته زمینش داشته و دوست داشته و دنبالش رفته و مطالعه کرده و دیده که داشته اشتباه میکرده، این اشتباه رو جبران میکنه و دیگه اشتباه رو نمیکنه. خب یه امر طبیعیه. اما امام خمینی اگر حرفش بد بود، این یه جملهش بد نبود که میگفت میزان حال فعلی آدم هاست، گذاشته هر کاری کردن کردن، اما حالا ببینیم چطوری. اگرچه عمل نکرد گفت، ولی متاسفانه عمل نکرد، تمام رو توی اون مدرسه نمیدونم چی بود اسمش، مدرسه علوی علیش، همه رو داد اعدام کردن بدون محاکمه و این کار خیلی اشتباه بود. این همه کشت و کشتار بدون محاکمه، خب شما که میگی میزان ها، دوستان ربط برنامه من با این صحبت هایی که ایشون میکنه، لطف کنید شما برای من ترجمه کنید، چون دیگه من نمیفهمم. یعنی این که یه زبان دیگه صحبت میکنه،
همون چیزی بود که میگفت همدلی از همزبانی خوشتر است. ما دیگه زبان ازش به عنوان یک وسیله ارتباطی استفاده نمی کنیم، ازش فقط همینجوری استفاده می کنیم که بلکه این زبانمون تکون بخوره و پنکه جیگرمون بشه و حرفمون رو زده باشیم دق نکنیم یا نمیریم. به من چه آقای خمینی، من یه سوال خیلی ساده از شما میکنم. اگه یه نفر دیروز به دختر شما یا به همسر شما تجاوز کرده باشه، امروز که میگیریش میگه که من از دیشب تا حالا رفتم فکر کردم متحول شدم و من الان دیگه میخوام تو کلیسا باشم، شما یا قانون اون رو ول میکنه؟ گفتم من جواب شما رو بلدم. اصلا این چیزی که من میگم با اون چیزی که آقا من نمیخوام دیگه وقتمو برای آدمای بیکار بیار مزخرف مثل آقای امیر سلیمانی صرف کنم، آیا این حق رو دارم یا نه؟ این به اینی که عوض شده و فلان اینا چه ربطی داره؟ اون یه شخصی پابلیک فیگر، یه شخص شناخته شده است، هر کسی حق داره ببینه این چه کار کرده، حالا چه کار میکنه، قبول کنه که این آدم عوض شده واقعا، یا اینها نون رو به نرخ روز میخورن، یا اینها مثل اون آفتاب پرست کمیلیان به انگلیسی فکر کنم میشه، اون حیوانی که روی هر شاخه درختی میره مثل اون درخت میشه، روی بدنه درخت میره میشه قهوه‌ای، روی برگاش میره سبز میشه، میاد رو سنگ میشینه رنگ سبز میشه، میخواد ببینه این اونه یا این اصلا چی کار اون داره. حالا شما لطف کن دفعه دیگه زنگ که میزنی مثل یه بچه خوب که سر کلاس نشسته یاد گرفته، اسمتو بگو، فامیلتو بگو، تلفنت که مال کالیفرنیان، البته این تلفن‌های گوگل شما میدونی، میتونی توی فلوریدا باشی تلفنتو بگیری مثلا برای واشنگتن اون سیاتل. ولی اینه همین، خب حالا که چی تازه؟ شما این همه برنامه‌های منو دیدی همینو یاد گرفتی؟ من نفهمیدم. در صورت اجازه بدید تشکر کنم از دوست عزیزی که از ریچموند، شما این کاغذ رو این پاکت رو نمیبینید چون سبزه و میبینید که حتی من اگر برم پشتش دیگه شما من رو هم نمیبینید. این همون چیزی هست که کامپیوتر کروماکی درست میکنه و به اصطلاح این من توی یکی از برنامه هم گفتم این وقتا وقتی میگفتیم که دو قبضه، نامه دو قبضه یعنی چی بود؟ مثل اینجاست که میگه که registered mail، بعد اون امضا میکنه، بعد برای شما یکیشو میارن و اینها. این دوستمون لطف کرده مبلغ $100 فرستاده، بعد نوشته که با سلام خدمت شما و خانواده، از آشنایی و همصحبت شدن و بودن با تلویزیون شما متشکرم، به امید ایرانی آزاد و رهایی آن. و بعدم پشت این نوشتن که دو قبضه به این میگویند، چون این پاکت و این کارت و این چک رو گذاشتن توی این پاکت سبز. من هم یک تشکر دو قبضه برای شما امروز در برنامه گفتم و اعلام کردم، امیدوارم که در یک فرصت خوبی بتونیم با هم صحبت کنیم. و اما این دوستمون برای 28 مرداد یه چیزی رو فرستاده، ببینیم که قابل خوندن در برنامه هست، چون برنامه زنده باید یک کمی چیزا از قبل ردیف شده باشه، بیان نگاه کنیم. ما همینجوری میخوایم بخونیم، همینجوری میخوایم هر کسی بیاد زنگ بزنه صحبت کنیم. اینه که یک کمی به اصطلاح قرقاتی میکنیم. ایشون یادآوری تاریخی به مناسبت 62 سالگی کودتای خائنانه و ضد ملی 28 مرداد 32، محبوب ما که در قل و زنجیر دشمن است، انصاف ده چه موقع تبریک گفتن است. در 28 مرداد سال 1394، 60 سال از کودتای خائنانه ضد ملی و امپریالیستی 28 مرداد، 62 سال عزیزم، شما خودت بالا نوشتی 62 سال، بعد اینجا نوشتی 32، حالا 94 میشه 62 سال، ولی نوشتی 60 سال میگذرد. در سراسر مدت استبداد و خودکامگی سلطان سلطنت محمد رضا شاه تا انقلاب شکومند بهمن به دست توده‌های میلیونی مردم، رژیم وابسته به امپریالیسم را در ایران سرنگون ساخت و استقلال ایران را. آقا کجا ایران استقلال پیدا کرد؟ اقلا اون موقع اگر مستقل نبود به اصطلاح لیشش دست یک کشور پیشرفته‌ای بود. الان که وضع اون خیلی داغون‌تر شده، یک کمی
انصاف داشته باشید. اجازه بدید که من یک ویدیویی رو از آقای شهبال شبپره و آقای نادر رفیعی دیدم. دیدن این ویدیو رو به شما هم پیشنهاد میکنم. فقط برید به عمق فاجعه و این کلمه جمله‌ای که من میگم کارمون خیلی خرابه اونجا پی ببرید. آقای نادر رفیعی، من چند سال پیش در کالیفرنیا دیدمش. ایشون توی رستورانی که بودیم گفت آقا من یک گله ای هم از شما دارم. حالا بعدن گفتم نه نه نه، همین الان بگو تا من گله رو بشنوم، بعد میخوام نهار بکنم پشتش فراموش بشه. بگو ببینیم چیه گله. گفت شما توی یکی از برنامه‌هات گفتی که نادر رفیعی، تو که میگی من هنرپیشه بودم، آقا شما کدوم کجا هنرپیشه بودی؟ تو دو سه تا فیلم نقش یه پسر ایرانی کوچولو رو بازی می‌کردی، اینم به دلیل اینکه بابات اونجا دوربینچی بوده، نمی‌دونم چه کاره بوده، گفتن یه پسری می‌خوام، گفتن اوکی این مثل اینجا نبوده، بیان تو تایسنس کورنر تو یک مدرسه آدیشن را بندازن، هزار تا بچه بیاد اونجا و بگن تو بهترینی یا تو شکل اون هنرپیشه‌ای که می‌خوان. هر کسی دختری پسری داشت می‌برد. همین جوری هم بوده که لیلا فروهر رفته، همون جوری هم بوده که مری آپیک رفته، همون جوری هم بوده که شما رفتی. حالا لیلا فروهر و مری آپیک بعد ادامه دادم وجود خودشون رو ثابت کردم، ولی شما میشینی اونجا میگی بابای من ابرمرد بوده. من شما من رو یاد افرادی میندازید که به حماقت واقعا این جمله رو میگن که پدر من بهترین مرد دنیاست، بهترین پدر دنیاست. همون موقع من خندم میگیره، میگم آخه این چند تا پدر داشته که تونسته مقایسه کنه، یکیش خوب بوده، یکیش بد بوده، یکیش بهتر بوده، این یکی دیگه بهترین بوده. برید ببینید چی میگه این آقا، چجوری از خواننده ها و هنرمنده ها طلبکارن. اون موقعی که اینا اصلا حرف سیاسی نمیزدن به دلیلی که اون تبلیغای اونچنانی رو از دبی بگیرن. اون موقعی که دبی میرفتن شب نشینانشون هنوز ویدیوهاشون توی قایق و اینها روی چیز هست. آقای نادر رفیع اینم مثل همون آغاز، البته این دوستمون میگه شماها هر کدومتون امروز بیاین چی میگن توبه کنید، میگفتن آب توبه میریزن سرشون رو توبه میکنن و گناهشون بخشیده میشه. توی مسجدی که این آقا آیت الله هست همه شما میتونید برید یا آب توبه بریزید سرتون رو بخشیده بشید. ولی عزیز من این حرفایی که شما زدی، اون حرفایی که آقای شهرام شهبال شبپره زد، اصلا ما واقعا فکر میکنیم که چقدر عقب افتاده هستیم توی این میدیا. مثلا شما هنوز توقع داری با وجود فیسبوک و نمیدونم این سوشال میدیای قویی که وجود داره طرف برای 10,000 نفر میتونه با مثلا $30 یه آگهی رو بفرسته، بیان به تلویزیون شما همون پولی رو بدن که اون موقع ها میدادن، $10,000 برای یه کنسرت. خب زمانه عوض شده بابا، راننده تاکسی امروز خودش رو باید با زمان تطبیق بده چون اوبر اومده. اگه بخواد هنوز مثل قدیم باشه این همینجوری باید وایس تو خیابون یا دمه یه هتل یا بچرخه، ولی اونی که میره خودش رو تطبیق میده تا اوبر آمده اینم رفته اوبر گرفته، اگه یکی زنگ میزنه با اوبر میره اونجا. شما برو یه اوبر یه چند روز رانندگی کن آقای رفیعی، بعدا بیا با هم صحبت کن. اینم ویدیوی این. بعد میگه که من یکی از اونایی بودم که با رضا پهلوی 6 بار مصاحبه کردم. رضا پهلوی گفته ما باید به بلوغ سیاسی برسیم. خب معلومه وقتی یه رول مدل شما یه عقب افتاده تنبلی مثل رضا پهلویه که شما اون موقع جرأت بهش نکردی بگی آخه مرد ناحسابی، بلوغ سیاسی اون بود که بابای تو و پدر بزرگت بعد از 57 سال به مردم ایران دادن، منظورت اونه؟ و تو چه پخی هستی، پخ به ترکی میدونی یعنی چی، تو چه پخی هستی که به مردم میگی که مردم به بلوغ سیاسی نرسیدن؟ بشین اینجا اروا عمت، نمیدونم اروا اشرف یا اروا شمس، تا مردم به بلوغ سیاسی برسن، اون وقت وقتی به بلوغ سیاسی برسن شما را انتخاب کنن. و نادر رفیعی افتخارش اینه که به رضا پهلوی رفته مصاحبه کرده. شما اون موقع تنها تلویزیونی بودی، اینها هم هیچ کس محلشون نمیذاشت، هر کسی زنگ میزد میگفتن بفرمایید بیا، بیچاره از تو سوء استفاده کردن اینها. بعد تا وضعشون درست شد دیدید که افراد دیگر رو بردن، شماها رو بازی ندادن. یعنی شماها از اونجا رونده، از اونجا مونده شدید، حالا عصبانی هستی میای تو تلویزیون داد و بیداد انگار که مردم به شما بدهکارن. بعدم میگی ما تلویزیونای آمریکا، برو تلویزیونای آمریکایی ببین چجوری تغییر کردن تو این چند سال گذشته.
تلویزیون دیگه الان برنامه‌هاش که شما می‌بینید میگه کل برنامه رو اینترنت ما دنبال می‌کنیم. دیگه این سیستمی که شما داری مال 30 سال پیش 4 تا دستگاه کهنه استودیوهای آمریکایی رو خریدی گذاشتی اونجا نیست. 100% دیجیتال. من الان که دارم صحبت میکنم با این تلفن دارم روی یو استریم برنامه مستقیم پخش میکنم. با یه تلفن دستی مجانی شما میتونید تلویزیون خودت رو داشته باشید. برو ببین چجوری این بچه های جوان میلیون ها بیننده دارن با یو استریم و لایو استریم و جاستین تی وی. و اون وقت شما نشستی اونجا 4 تا دوربین شکسته مال 30 سال پیش، بعد پوز میدی میگی من باید جلو دوربین که نشستم میگفتم چه شاتی از من بگیرن. آقا این شاتی که آقای شهبال شبپره از شما گرفته نگاه کنید، انگار که رفتید سر قبرستون نشستید، انقدر گل و شمع و شمدون گذاشتید اونجا خجالت بکشید. این چیه نشون مردم میدی؟ طلبکارم هستم، اجازه بدید که من این شماره تلفن و اینها رو هم براتون بذارم. یکی از دوستان گفت آقا اون عکسی که شما میذاری به اصطلاح خیلی بزرگ هست و اعصاب ما خرد میشه. اونی که مینویسه، اجازه بدید 5 رو برداریم، 4 رو بذاریم، 3 رو بذاریم، 2 رو بذاریم. بله این روزا شما میبینی با یه نفر خودت تنها میتونی یه تلویزیونی داشته باشی همه چی. من به دوربین چی گفتم که شات منو خوب بگی، چون بابام ابرمرد چون بابام ابرمرد سینما بود. آقا سینمای ایران یکی از دلایل انقلاب همین سینماهای ایران بود، فیلمای ایران بود که از فیلمای لاندا بوزانکا مسخره‌تر و بدتر بود. شما با اون افتخار میکنی؟ واقعا خجالت آور. خب تشکر از بیننده گرامی از ریچموند ویرجینیا، ممنونم. معنی دو قبضرم ایشون به من گفت، ولی فکر نمی کنم این باشه. این کار از محکم کاری عب نمی کنه، از شما دو بار سه بار گذاشتش تو این پاکت ها که به اصطلاح اگه پولی توش بوده که چک شما فرستادی پستچی نبینه و بمانه. و اما این دوستمون که زنگ زده بود، دوستای ما بیشتر دشمنه، چون حتی اگه دوستم باشن من وقتی دوستای مثل اینا داشته باشم احتیاج به دشمن ندارم، چون کار دشمن رو هم انجام میدم. مثلا خیلی هاشون میگه آقا من سالهای سال شما رو دنبال میکنم، ولی اسمش رو روی هیچ چکی، اسمش رو توی هیچ پیپلی، اسمش رو تو حتی یه کارت تبریک یه سالی مثلا یه کارت تبریک رفته باش خریده باش 40 سنت 50 سنت هم داده باش پول پست ندیدم، ولی خودش رو صاحب تلویزیون مردم میدونه. این چیه؟ افکت دوه چنده که اینجوری روشن میشه؟ پلیر 7 ببخش. در هر صورت این آقا در رابطه با آقای نوریزاد گفت بله آقای نوریزاد یه زمانی با دار دسته خمینی بوده، فیلمساز اونها بوده، ولی الان آمده و عوض شده. پس ما با بله آقای نوریزاد الان باید خیلی زحمت بکشه تا بتونه مثل یک آدم معمولی حق داشته باشه، برای که ایشون یکی از بنیانگذاران این فساد بوده، یکی از فیلمسازها، یکی از تهیه کننده بوده که کمک کرده با اون رژیم رو سر و فکر و مغز جوونا کار کرده. حالا خودش فهمیده که اشتباه کرده. تازه یه چیزی من به شما بگم، همین آقای نوریزاد اگر امروز آخونده پولش و کامپیوترش و اجازه خروج بهش بدن از فردا خفه میشه. و الان چه کار میکنه؟ یه فیلمی هست، اتفاقا بعد از برنامه بهتون نشون میدم، نوشتن که راه پیمایی، بذارید براتون بخونم، تظاهرات و راه پیمایی در تهران. اولا 20 نفر نیستن. بعد وقتی که من میگم دکتر ملکی دیگه خودتون بدونید سن و سالا چه خبره. وقتی میگم مادر آقای خانم اون ستار چی بود بنده خدا کشتنش تو زندان دیگه بفهمید، یه مشتی آدمای داغدار، یه مشتی آدمایی که خودشون اصلا جزء پایه اصلی انقلاب بودن بعد منصرف شدن، مثل هم آقای دکتر ملکی، اینا الان دیگه کار و زندگی ندارن. حقیقت محض اینه که مادری که فرزندش کشته شده باشه یا مرده باشه به هر دلیلی، هر روز که زندگی میکنه روزی 10 بار آرزو میکنه که مرده باشه. خب اینا میان اونجا وای میسن. آقای نوریزاد
که چی؟ این بیچاره ها رو میکشی تو گرمای تابستون تهران که میگن هوا کثیف، که چی عزیز من؟ یکی یکی اینا میمیرن میرن. آقای ملکی که بنده خدا هی نگاه ساعتش میکنه که کی موقع قرصشه، با اون فانوسقه بسته به کمرش، کمرش درد نگیره، راه رفتنشو نگاه کنی. و شما اگر اوائلی که آمدی راه پیمایی سول گذاشتی، مردم اینقدر آمدن، شیراز رفتی اینقدر ریختن دورو برد، الان 10 نفر میان که این 10 نفر هم یکی برادرش کشته شده، یکی پسرش تو زندانه، یعنی اینها یه وجه مشترکی دارن، ولی اینها هیچ کدومشون نتونستن حتی فامیل و نزدیکان و دوستان خودشون رو بیارن که هر یه نفری 4 نفر آورده باشه. این خجالت آوره. و شما با شجاعت و شهامت وای میسید از این بیچاره ها، فیلم میگیرید و میذارید روی یوتیوب، احمقای مثل من هم اینو بعدا نشون میدن. اگه اونا هم نشسته بود آقای خمینی که هر کسی توی 1342 توی خرداد 15 خرداد 1342 بچهش کشته شده، نمیدونم عزیزش گرفتار شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته، بهش به پیوندن که هنوز هم نشسته بود، یا هنوز مثل شما داشت جلوی ساختمون فیلم میگرفت. و شما تفاوت راهپیمایی، تظاهرات، اینا رو نمیدونی. نوشتی که ما محاصره شده بودیم در بین اینها. اون پلیس هم از شما خسته تر، اونم از شما دلخون تر، میاد میگه آقا برید کنید، بیاد برید خونتون. چی کار میکنید بعد این تظاهرات ها؟ به کجا رسیدی؟ هدفتون چیه؟ بارها گفتم هدف، برنامه، وسیله. وسیلتون چیه؟ وسیله شما همین 4 تا تخته و مقوایی که میان وای میسین اونجا میگیرین؟ ایداده بیدن. بله بشین آقا بعد از برنامه من تا چند دقیقه دیگه اون فیلم آقای نوریزاد رو، تظاهرات عظیم در تهران، برید نگاه کن. آقای نوریزاد، دکتر ملکی، یه ویدیوی 12 دقیقه یکی یکی به این بیچاره ها میگه تو چرا آمدی؟ میگه من پسرمو کشتم. به اون میگن تو چرا آمدی؟ میگه من داداشمو گرفتم. سوربی جان، دو قبضه در گذشته ها میگفتن، بعدن به اداره پست میگفتن نامه سفارشی رو بفرست، گیرنده نامه باید امضا کنه. باری کلا این احمد، آهان احمد آقا، خوشم میاد حرف منو گوش کردی، قشنگ مثل یک همشهری خوب اسمتو مینویسی. فان داداش من اسمش احمده، شما مثل داداش من هست. من چه میدونم اون بالا A A B C C کیه؟ 100 تا من اینجوری دارم. وقتی آمد زیرش نوشت احمد، میفهمم این احمد حمید نیست، اون یکی محمد نیست، اون یکی حسن نیست، اون یکی کوروش نیست. مرسی. بله شما کاملا درست میگید. دو قبضه با پست سفارشی هم فرق میکنه. پست سفارشی شما یه پول بیشتر میدادی، نامه رسون اون نامه رو میبرد اونجا، از اونها امضا میگرفت. اگر شما بعدن میرفتی میگفتی که به دستش نرسیده، دفتر پست رو میآوردن بهت نشون میدادن، میگفتن نگاه کن سربی گرفته امضا کرده. ولی برای آدمای تنبل مثل من، یا برای اونایی که یکم پول بیشتر داشتن، میگفتن حالا که این پستچی برده اونجا امضا گرفته، این یه قبض گرفته، یه قبضم برای ما بیاره که بشه دو قبضه. اونجوری یکم هم بیشتره. اینجا فکر کنم همین میشه، registered mail with receipt. یعنی registered mail میشه پست سفارشی، receipt اون قبض دومیش که بهت میدن. مرسی احمد که هنوز هم نشستی برنامه منو نگاه میکنی. این احمد همین بود که نوشته بود اگر این شما میتوانید با تلفن هم صدای تلویزیون مردم را بردارید، اگر بشنوید، اگه ور نداری من الان میرم مرگ موش میخورم. من امروز تونستم یه نفر رو از این که مرگ موش بخوره و از دست ما و برنامه هامون خودکشی کنه نجات بده. این هم از این. با اما آقای کوروش کبی، بنده خدا من نمیدونم این دیگه کی بوده که دست شاه و من و شما اسیر شد. شاه که اول رفت توی اون دشت مرغاب یا پاسارگاد، به ایشون گفت که آسوده بخواب که ما بیداریم، که اصلا معلوم نیست که اونجا آیا مقبره کوروشه، مقبره داریوشه، مقبره کی هست. یک کسی اگر راجع به پاسارگاد میدونه تاریخش و اینها برای ما بگه. ما بدبختا که خودمون ذلیل بودیم، یه مش عقب افتاده هندیکپ بودیم، خارجیه فرانسویه انگلیسی باد میمرد، کارگرای ما رو با بیل و کلنگ میبرد،
زمین رو میکند، بعد میگه آها ببین این مثلا آفتابهی که کوروش باش میرفته توالت، این جامیه که شب باش شراب میخورده. درسته؟ اجازه بدید دوستان یک لحظه من میام خدمت شما. بله خب اینا هم هر کدوم آمدن وقتی اون چیزها رو دیدن، چهار تا سنگ بزرگیشو که نتونستن ببرن برای ما گذاشتن، اون چیزهایی که ارزش داشت بردن. من رفته بودم انگلستان، رفته بودم پاریس، شما برید نگاه کنید توی لندن، توی موزه لندن، توی موزه لوور پاریس، اینا ببینید چقدر چیزای ایرانی هست، که البته بهتر که اونجاها باشه، چون اگر دست ما بود یه سریش زیر خاکی دوره شاه و اینا بردن و دزدیدن و خوردن، یه سریش هم بعد دوره شیخ بردن که الان بیشتر هم دزدیدن و بردن. اوکی. و اما این کوروش بیچاره امروز یه نامه‌ای برای تلویزیون مردم نوشته، البته چون سفارشی بوده دیر به دست من رسیده، اگر معمولی بفرستید نامه زودتر میرسه، فکر نکنید اگه سفارشش کنید زودتر میرسه، چون سفارشی هی باید بره رجیستر بشه، هی باید بره ثبت بشه، هی باید بره نوشته بشه. و اما نامه کوروش کبیر به ملت شریف ایران در قرن 21 سال 2015، این جانب کوروش هخامنشی فرزند کمبوجیه یکم، اولین پادشاه خاندان هخامنشیان هستند و اکنون سالهای سال است که با اجازه شما دوستان فوت کردم و از دنیا رفتم. گرچه میدانم از این قضیه ناراحت هستید و صد البته اگر 200 سال هم عمر میکردم شما عزیزان را نمیدیدم. اینکه شما عزیزان بنده را مورد لطف و عنایت خود قرار میدهید برای بنده بسیار ارزشمند است، منتها در راستای مورد لطف قرار دادن بنده چند نکته را لازم میدانم که مورد توجه قرار دهید. نکته اول، تنها سندی که از صحبت‌های من برای شما عزیزان باقی مانده است یک استوانه گلی به طول 22.5 سانتی متر است که بسیاری از قسمت‌های آن نیز مخدوش شده است. حالا چطور عده‌ای اینقدر از حکومت ما اطلاع دقیق دارند، معمایی است عجیب. ضمناً دوستان تصور نکنند که زبان نوشته شده روی منشور فینگلیش یا فارسی است. زمان ما خط میخی داشتیم و شکلک میکشیدیم. نکته دوم، دوستان لطف داشتن مطالب زیادی را از قول بنده منتشر کردن که بنده به طور قاطع تکذیب کرده و میکنه. تا کنون جملات زیادی از امامان، پیغمبران، آلبرت اینشتین، مارتین لوتر کینگ، باب مالی، رجب طیب اردوغان، حامد کرزای، سر آلکس فرگسن، هادی عامل، جواد خیابانی و و و را به بنده منتسب دانستند که هیچ گناه سندیت نداشت. اساساً در آن زمان ما انقدر حرف نمی زدیم، بیشتر عمل می کردیم. صد البته بنده از دوستداران جناب شریعتی هستم، منتها بالاترین آمار تلفیق نام بنده با جملات قصار آن از ایشان این بوده است. نکته سوم، ببخشید این چی جد؟ شریعتی هستم، منتها بالاترین آمار تلفیق نام بنده با جملات قصار از آن ایشان بوده است. ببخشید. نکته سوم، اگر کمی دقت کنید بسیاری از دوستان از همین 100 سال پیش خودتان درست حسابی آگاهی ندارند. چگونه امکان دارد که از زمان ما به این دقت، به این طور تفسیر آگاهند و توضیح میدهند؟ یک جوری تعریف میکنند انگار که در مهمانی های ما حضور داشتند. یک جوری دم از ما و حکومت ما میزنه، آدم فکر میکند که اونها در کنار ما بودند. اگر میخواهید رجوع تاریخی بیاورید، از زمانی بیاورید که کمی به شما نزدیکتر است و اطلاعات کافی دارید. با خواندن تاریخ 3000 سال پیش نمی شود برای قرن 21 نسخه و درمانی درست کرد و پیچید. شما از یک سال پیش خود آگاه باشید کافی است. اصلا من خودم آنقدر که شما می گویید یادم نیست چه کردم و می کردم آن زمانها. نکته چهارم، عده‌ای از شما دوستان افسوس این را می‌خورید که در زمان بنده نبودید. شاید خیلی تصوری از زمان ما ندارید. اینکه برق، آب، گاز، تلفن و از همه مهمتر وسایل ارتباط جمعی نبود، چطور می‌خواستید زندگی کنید؟ فیسبوکتون را چه کار می‌کردید؟ وایبر هم که نداشتید. باید اسب چهارپار می‌گرفتید و در نامه‌هاتون یک شب بخیر می نوشتید و می فرستادید برای مخاطب خاصتان. اون وقت چطور می خواستید بدون تگ روی
روی مخ همدیگه را بروید. تازه از سلفی ملفی و همین الان یهویی هم خبری نبود، سلفی این عکسایی که خودمون از خودمون میگیم. نکته پنجم، اینطور نبود که بنده نشسته باشم و صبح تا شب به افق نگاه کنم و لبخند بزنم و بعدش همه چیز را روبرا باشه. ما هم لشکرکشی میکردیم و میجنگیدیم. این میدونید فارسی که مینویسن یکم میپره، مخصوصا اگر کوروش نوشته باشه اونم برای تلویزیون مردم. لشکرکشی من هم واقعی بود، مجازی نبود. مثلا اینطور نبود که چند تا فوش بنویسیم، بار اسب کنیم، چاپار را بفرستیم و بعدش طرف که اومد در بریم. نکته ششم، جان ما و فرزندان ما، اگر میخواهید حرفای بی سر و ته و بیریشه خود را به کرسی بنشانید، از این جانب مایه نگذارید تا شأن و مقام ما زایلتر از این نگردد. باور کنید برای اثبات اینکه روشن فکر هستید نیاز به بزرگنمایی و تحریف تاریخ زمان ما نیست. ضمناً اینها روشن فکری نیست، اینها کج فکری است. ما بهش میگیم کجندیشان. لازم به توضیح است هر صفحه فیسبوک یا توییتری منتسب به این جانب دروغین بوده و با ادمینش از طریق گارد جاویدان برخورد قانونی خواهد شد. مواظب خودتان باشید. قربان شما کوروش کبیر. و اما آقای سهراب چمنارا لطف کردن زیر این پیامی که کوروش برای ما فرستاده و ما رو فیسبوک گذاشتیم یک کامنت گذاشتن. کامنت یعنی نظرتون میگی درباره اون چیزی که اونجا هست. ایشون سهراب چمنارا هم روی فیسبوک اسمش رو بزنید، تا حالا 12 تا کتاب اگه اشتباه نکنم نوشتن، کتاباشو ما در تلویزیون مردم هم نشون دادیم. اگرم خواستید باز لینک ایشون خیلی ساده است، chamanara.net. کوروش کبیر عزیز، شما بهتر است بروید زیر خاک و بخوابید، چون ما بیداریم. اگر اصرار دارید که از خاک بیرون آمده و خودتان را به لجن بکشید تا که شاید نام نیک یک ایرانی بزرگ را بد کرده باشید، حتما چند هزار سال زیر خاک مغز شما را پود کرده که چنین اراجیفی را سرهم میکنید. آقای سهراب چمنارا، این نوشته شما غلطه. شما سوم شخص غائب و نمیدونم اینا رو تو همون جمله اول قاطی کردید. شما اگر به نویسنده‌ای که از قول کوروش اینو نوشته میخواین بنویسید، همون اول باید توضیح بدید که بگید این رو من به کسی مینویسم که اینجا داره ادای کوروش رو در میاره و از زبان کوروش. خب وقتی که شما یه نویسنده مملکت من هستید، دو جمله رو مینویسید غلطه، من دیگه چه کار کنم؟ امروز یک کسی نوشته بود که نیمی از اینها اینجوری شدن، نیمی دیگر اونجوری شدن، نیمی دیگر. گفتم آقا هر چیزی دو نیم داره، شما نمیتونی بگی سه نیم، باید بگی یک سوم، یا در هر صورت کارمون خیلی خرابه. این دوست ما آقای سهراب چمنارا مؤلف تألیف کتابای مختلفی است. شاهنامه فردوسی رو کتاب مقدس ما ایرانی‌ها میدونه، ولی الان تو نوشته شما داری به کوروش توهین میکنی، نه به اونی که اونو نوشته. شما خیلی قشنگ اگر یک کم صبر میکردی، یه ساعت دو ساعت بعد میتونستی یه متن قشنگی بنویسی، نکته به نکته جواب این آقا رو یا خانمی رو که آمده خسته شده از بس دیگران دروغ گفتن که این از کوروشه، درست و قشنگ و طنز نوشته. آقای چمنارا یکم لبخند بزن. این چی میگن آمریکا یا به طنز؟ ساتایر. یکمی قبول کنید طنزم باید باشه. آخه آقا درست میگه، اون زمانی که نه برقی بوده و از صبح تا شب ساعت انقدر بوده و اینام همش تو جنگ و تو مزرعه و تو کار کشورداری بودن، کی میتونست این همه حرف بزنه که این همه حرفش الان تو فیسبوکه؟ پس دروغه. به هر کنشم میگه آقا میگه در صفحه 300 شاهنامه اینو نوشته. حالا کی میره شاهنامه رو بیاره بخونه؟ کدوم شاهنامه و کدوم صفحه 300 دی خدا میدونه. در صورت باز حالا چون گفتم به شما من اینو میخونم، ولی غلط نوشتید آقای چمنارا. دوباره میخونم، کوروش کبیر عزیز، شما بهتر از بروید زیر خاک و بخوابید، چون ما بیداریم. اگر اصرار دارید که از خاک بیرون آمده و خودتان را به لجن بکشید تا که شاید نام نیک یک ایرانی بزرگ را بد کرده باشید، حتما چند هزار سال
چند هزار سال زیر خاک مغز شما را پودر کرده که چنین ارجیفی را سرهم میکنید. کوروش کبیر گرامی، به جای آمدن به مردم تیوی سری به موزه اسمیتسونیان که حدود چند ده مایلی آقای سوربی هست بزنید و کمی بیشتر در مورد خودتان تحقیق کنید. لوحه شما حدود 100 سال پیش کشف شد، ولی اعمال و رفتار و کشورداری شما توسط تاریخ نویسان چند هزار سال است، توسط تاریخ نویسان چند هزار سال است که نوشته شده و حتی دشمنان شما یونانیان با احترام از شما یاد میکردن. آقا بیارید اون قسمتی رو که از ایشون با احترام یاد کردن، بیارید اون قسمتی رو که مادر اون طرف میگه این خونخوار بوده، آدم کش بوده، نمیدونم سرش رو میبرن میندازن، بعد میگن میندازن توی سطل خون. آقای چمنارا نکن این کارا رو، ما وقت کم داریم، پول نداریم، باید کار کنیم، خیلی دنبال کتاب خوندن نمیریم. ولی بالاخره گفت اگر نخوردیم نون گندم اقلا دیدیم دست مردم. ما هم چند صفحه از این تاریخ رو خوندیم، میدونیم چه خبره. نکنید این کارو. شما حرف تاریخ نویس یونانی رو قبول دارید که الان بهش استناد میکنید؟ من از طرف اونا میام باهات صحبت میکنم، میام بهت میگم که ایرانی ها چرا حمله کردن، بعدن اونا دیدن این همه جواهر و طلا و فلان اینا، اونا اومدن به خونخواهی و انتقام و اینکه ببرن. این همه طلا رو کوروش چی کار میکرده؟ معدن طلا داشته؟ نه آقا، باج، خراج، مالیات از مردم بدبخت ایران میگرفته. گفت بیا کج بشینیم ولی راست بگیم. شما الان دعوت شدی که بیا در تلویزیون مردم راجع به همین نکته کوچک که یه نفر طنز نوشته، نوشته آقا هر چیزی رو هر دانشمندی گفت نیان بگید ایرانی گفته. امروز دوستان آقای آریانپور، علی آقای عزیز، یه سری هم هستن میدونید که شما یه ایمیل که میگیرید میبینید مثلا آقای ناصری این ایمیل میفرسته، آقای سوهیلی هم میفرسته، آقای آریانپور این ایمیل میفرسته، اون دوستمون علی شیرازی هم میفرسته. به همین ترتیب ما خیلی نعمت داریم. اینجوری نیست که اگه یکی یه چکی فرستاد اون یکی هم بفرسته، ولی ایمیل اگه این فرستاد اون میفرسته، اونم میفرسته، اونم. یه چیزی فرستادن که 240 سال پیش اولین کامپیوتر که حالا کلمه کامپیوتر نمیشه، اولین ماشین اتوماتیکی که می نویسه به صورت یه عروسک در سوئیس درست شد. گفتم آقا خیلی فیلم قشنگی، الانم من به شما نشون میدم بعد از این راهپیمایی بزرگ و با عظمت آقای نوریزاد که داره سوء استفاده میکنه از دکتر ملکی، داره از مادر ستار بهشتی سوء استفاده میکنه. بعد از این اون فیلم هم بهتون نشون میده. گفتم 4 روز صبر کن، توی فیسبوک اسم این سازنده عوض میشه، میشه ایرانی بوده و فلان اینا. بارها بهتون گفتم ما ایرانی ها اینقدر پرمدعا هستیم. طرف رفته بود داشت یه جایی رو میکند، سیم تلگراف و تلفن و اینا آورد، به دوستش گفت نگاه کن ما اون وقتا 100 سال پیش تلگراف داشتیم، این داشتیم، اون داشتیم. دوستش گفت آقا این که چیزی نیست، ما 2000 سال پیش تا حالا تلفن بی سیم داشتیم، به همین خاطر شما هر جا بکنی هیچ سیمی پیدا نمی‌کنی. ما کم نمیاریم آقای چمنارا. حالا شما هی بشین هی بگو کوروش چنین بود و چنان بود. آقا بود، بر فرض بود، به قول آمریکا یا آگی بتیو، ما قبول، دستا بالا. حالا چی کار باید بکنی؟ شما امروز بیا بگو چی کار باید بکنی. بیا ببین میتونی 50 نفر رو جمع کنی، چه در اینجا چه در ایران، این گوی و این میده. خب مرسی. و اما پدران بنیانگذار آمریکا وقتی که می‌خواستند قانون اساسی آمریکا را بنویسند، روش انسانی مملکت داری شما را با تمام بزرگان، اینجا نباید بنویسی شما، باید بنویسی کوروش، چون شما داری فوش میدی به اینی که درباره کوروش نوشته. این دوتا شخص رو شما قاطی کردی. بله درست است که به قول سوربی وضع ما خیلی خراب است، البته میگم کارمون خیلی خرابه و امروز هر ننه قمری و پان عرب و پان تورانی تو سر این ملت در بند رژیم اهریمنی میزند، ولی این دوران تاریک نیز بگذرد. فقط میتوانم بگویم شاید شما مبتلا به مرض مازوخیسم شده باشید و رفتن شما چند سبایی به تیمارستان شاید علاج دردتان باشد. مازوخیسم اگه اشتباه نکنم اونایی هستن که خود آزار هستن، درسته؟
به نظر میرسه ایشون شما رو آزار داده، خودشو که آزار نداده. این هم غلط نوشتی، سه تا غلط داشتی، نمرت شد 17، فعلا خوبه، بد نیست، بالای 15 یک جعبه مداد رنگی شیشتایی میگیره. ایران در تقاطع گذشته و آینده آمریکا یا روسیه، دوستان میگم فقط می نیستن اینها. و اما یه نوشته جالبی از سالخوردگی براتون میخونم و برنامه رو به پایان میرسونیم. و برنامه امروز 3 ساعت شد، به دلیل اینکه ساعت اول آقای بابک هروی با شما بود، ساعت دوم آقای دکتر نصر احمدی بود و ساعت سوم من. خیلی از شماها گله کردید که آقا تو رو خدا برنامه‌های سربی با مردم رو بذار سربی با مردم. باور کنید من زبونم مو در آورد از بس به این دوستان اینو گفتم، ولی همه‌شون میگن نه آقا ما میخوان شما باشی. چیکار زورم بهشون نمیرسه؟ شما زورتون میرسه؟ با درود. یکی از استادان بازنشسته، اجازه بدید من این رو یک کمی سایزش رو بزرگتر کنم که بتونم بخونم. یکی از استادان بازنشسته دکتر جعفر نیاکی، اینو باید تو پرانتز بنویسید نه خط فاصله بذارید، یا توی گیومه یا توی پرانتز بذارید، که به 96 سالگی رسیده. بعد وقتی اسمشو میدونی باید بنویسی دکتر جعفر نیاکی دیگه، نه یکی از استادان بازنشسته بعد اسمش اینجا غلط مینویسی. شرح خواندنی زیر را از آمریکا فرستاده است، طنزی قوی در این نوشته به کار رفته است. نامبرده استاد حقوق بین الملل دانشگاه ملی بود، انسانی با ذوق و شوخ طبعی است. با سلام و تحیات فراوان از حال و روز این نوجوان دور از وطن پرسیدید. نیک بختانه روزهای غربت را با تنی چند از همدندانها که هنوز در قید حیات هستند و متوسط سنها از 90 سال فراتر رفته است، گرد هم می آییم و به سبک دایجان. بذارید من اینو براتون نشون بدم که اگر کسی از شماها ادعا داره که فارسیش بهتر از منه، یه جایی من اشتباه می خونم، بعد تماس بگیره پوزم بده که فارسیش بهتره و بیاد برای ما بگه که کجا چه چیزی من اشتباه خوندم تا ما اون رو درست کنیم. نه این خیلی بزرگ شد، نمیدونم چجوری بهتون نشون بدم که بتونیم بخونیمش. یکم اینجوری اجازه بدید کوچولوتر هنوزم نه از اونوری رفتم بسکر. خب فکر کنم اینجوری درست‌تر بشه، بذارید یک لحظه. خب چیزی شد فکر کنم، بله بریم اینجا. بله پس شد دکتر جعفر نیاکی یا نیاکی، و با سلام و اینها رو خوندیم و نوشته با همدندانی ها در قید حیات هستن و متوسط سنها از 90 سال فراتر رفته است، گرد هم می آییم و به سبک دایجان ناپلئون به حل و فصل مشکلات جهان می پردازیم و هر ما یا هر دو ما به افتخار یکی از دوستان به پا می خیزیم و 5 دقیقه سکوت می کنیم. یعنی طرف می میره بنده. بیشتر این دوستان به مرض طول عمر گرفتارن و تعدادی هم تأخیر فوت دارن، اما در مورد وضع خودم با گذشت زمان دیگر جرأت نگاه کردن به آینه را ندارم. آخرین باری که در آینه نگاه کردم خودم را نشناختم. قبلا می گفتم فتبارک الله احسن الخالقین، حسن یوسف دارم، اما حالا به زبان فصیح به انگلیسی می گویم شیت. آن همه موی فرفری مشکی و پرپشت چه شد؟ اکنون کله تاس در آفتاب می درخشد و پول سلمانی را صرف جویی می کنم. از چین و چروک صورت و پیشانی مپرسی که همه غمم این است که جلال تمام رئیس جمهوری قبلی ما چرا از آن همه پولی که صرف ترقه سازی کرده بود قدری برای اختراع اتوی نداده است که چین و چروک صورت و پیشانی و دستها را صاف و صوب کنه. آنقدر لکه های زرد و قهوه‌ای مختلف الوان رنگ‌های مختلف روی دست و پا نزول اجلال فرمودند که مرا پلنگ صورتی، پلنگ خط و خالی و گل باقالی صدا می کنن. پستی و بلندی روی دست پا و کوتاهی رگها مرا به یاد
هزار دره راه جاجرود می اندازد. به علت قبقب و بوغلمون شدن زیر گلو پیراهن تورتل نک، آها این اشته تورتک تا زیر گلو می پوشن. این پیراهنای گردن ما می گفتیم یقه، چی بهش می گفتیم؟ یقه اسکی. اینجا بهش میگن تورتل نک، یعنی مثل گردن لاک پشت هست. در اصل میگه از اون پیرنا میپوشم که قبقب و اینها معلوم نشه. اما چشم ها که هیز بود و چشمک میزد، حالا به علت ماکولا باید برای تشخیص دوستان از چند سانتیمتری آنها را ببینم. هر چه قطره چشم هست برای آب مروارید، آب سیاه، ماکولا، استیگما، آب مقطر، آب علی استفاده میکنم و چون چشم چپم ماکولا دارد همه را به یک چشم نگاه میکنم. از کیسه های زیر چشم هم که چه عرض کنم، مبلغ زیادی به دلار دادم، کیسه ها را صاف و صوف کردن، بدتر شد. به دکتر گفتم من همه چیز را دوتا میبینم. گفت چطور مگر؟ گفتم رفتم کنسرت اراشیروان نورانی که پیانو میزد، من هم او و هم ارکستر را دوتا میدیدم. دکتر گفت شانس آوردی، پول یک بلیط دادی، حالا دوتا کنسرت دیدی، باز هم شکایت میکنی. از بس دکتر بیمارستان رفتم، خیال دارم خانه نزدیک و دیوار به دیوار بیمارستان و مطب اطباء اجاره کنم، زیرا ساعات روز را بیشتر در مطبها هستم تا در خانه خودم. نرس ها، اجازه بدید من، نرس ها از دیدن قیافه من در عذابند. یکی از آنان به دنبال سیانور و آرسنیک میگشت تا به جای قرص دوا به من بدهد تا از شر من راحت شود. سال گذشته دکترهای معده، کمر، چشم، زانو را بیشتر دیدم تا همسر و بچه ها و نوه ها را. آهان، نشته سال گذشته دکترهای معده و کمر و چشم و زانو را بیشتر دیدم تا همسر و بچه ها و نوه ها را. چقدر باید اندوسکوپی، سیگمادوسکوپی و عکس‌های سینه و معده و روده و کمر و زانو و شانه و MRI را گرفت؟ آلبوم این عکس‌ها از آلبوم خانوادگی هم قطورتر شده. نمیدانم گوشت‌ها و برآمدگی‌های باسن کجا رفته که حالا مثل ته قابلمه صاف شده است. قد من که یک وقت همچون قد سرو بود، حالا چنان گوش شده که کار به عصا و واکر کشیده شده و باید مرتب به نزد خیاط بروم که شلوار را کوتاه کند. ولی شلوار، وقتی شلوار می پوشم به جای کمربند بند تنبان می بندم که شلوارم نیفتد. در مورد گوش، برای اینکه مردم نفهمند که من کر هستم، 3200 دلار دادم یک سمعک ریز کوچک گرفتم که دیده نشود. این سمعک انقدر کوچک و ریز بود که رفت داخل گوشم و گم شد. مجبور شدم 250 دلار بدم تا دکتر از گوش من او را بیرون بیاورد. در جلسات دوستان یا مجالس مهمانی از ناطق میپرسم بله آقا چی گفتید؟ و گاهی الکی سر را تکون میدم که یعنی حرفای طرف را فهمیدم، ولی در حقیقت نمیفهمیدم. خدا پدر سازندگان کیسه های پلاستیکی را که به انگلیسی گارد میگویند بیامرزد که ادرار بیرون نمیریزد. حالا مثل بچه‌ها به دنیا، مثل بچه تازه به دنیا آمده هستم. مو در سرم نیست، حرف نمیتوانم بزنم، راه نمیروم، شلوار را هم خیس میکنم. چند روز پیش رفتم نزد طبیب میزرا مجاری ادرار، گفتم آقای دکتر من به حبس البول یعنی شاشبند دچار شدم. گفت چند سال داری؟ گفتم وارد 96 شدم. گفت به اندازه کافی در عمرت ادرار کرده ای، بس است، دیگر برای تجزیه ادرار به آزمایشگاه نمیروم، بلکه شلوار را برایشان پست میکنم. پاها واریز دارد و پرانتزی شده است. برای اینکه به رفقا پوز بدم میگویم از بس در جوانی از سواری کردم پاهام پرانتزی شده. ولی حالا خودمانی، در جوانی حتی الاغ هم گیر من نمیآمد که سوار شم. رفتم نزد طبیب روانشناس، بعد از چند جلسه گفت فایده نداره، انفد یا انفد معیوب است، من نمیدونم یعنی چی، مغزه معیوب است. پراکندگویی تو ارثی است و هفزایمر هم داری. این آلزایمر، وقتی که دوستان شوخی میکنن میگن هفزایمر، این انگلیسی داره میگه. در قدیم که ورزش میکردم هالتر میزنم، حالا دیگه حالش رو ندارم و فقط تر میزنم.
برای دیدار دوستان دیگر به منزلشان نمی روم. آدرس همه یا بیمارستان است یا نقاهتگاه یا خانه پرستاری. همسرم خواست چشمش را عمل کند، گفتم دستم به دامنت، این کار را نکن، اگر بهبودی حاصل کنی و قیافه مرا ببینی زهره ترک می شوی. من حالا آن شوهر 68 سال پیش نیستم، آن امیر ارسلان نامدار که عاشق فرخ لقای فرنگی بود کجا و این فولاد زره و الهاک دیو امروز کجا؟ دیگر از دوستان همسن و سال من کسی نمونده که درد دل کنم. به کی بگویم که تاجگذاری محمد علی شاه یادت می آید یا نه؟ هرچه به رفقا سن واقعی را می گویم باور نمی کنم و می گویم نه بابا بیشتر نشون می دی. دوستان میگویند انشالله جشن 100 سالگیت را بگیریم. با آنها میگویم فکر نمی کنم تا آن موقع شماها زنده باشید. نمیدانم شک کنم یا کفر بگویم. آنچه که در بدن باید بزرگ باشد کوچک شده و آنچه باید کوچک باشد بزرگ شده. برای سرطان پروستات 47 بار رادیشن کردم و حالا اشعه صادر میکنم و با صداهای مشکوکش که آبروریزی است سر میکنم. اما راجع به خواب، شب ساعت 11 میخوابم، چشم که باز میکنم خیال میکنم صبح شده، باید صبحانه بخورم، ساعت را نگاه میکنم 1:30 بعد از نیمه شب است. خانم به خواب ناز و من با چشم باز از 300 به پایین میشمارم، فایده ندارد. میگویم یک گیلاس شراب بخور، میگویم الکلی میشوم. از بیخوابی تمام ناراحتی های دادگاه لایه جلوام را جلو چشم می آورم و یاد شعر دکتر باستانی پاریزی می افتم. باز شب اومد و شد اول بیداری ها، من و سودای دل و فکر گرفتاری ها. می گویند گوشت بوغلمون بخور خوابت می بره. اگر راست باشد چرا همه بوغلمون ها چشم باز هستند و نمی خوابن، خواب ندارن؟ حالا که خوابم نمی برد می روم پای تلویزیون. تمام آگهی ها آگهی آبجو، همبرگر، برگر کینگ، چیز برگر و صدها چیز مربوط به خلوت و صدها چیز مربوط به خلوت فراموش کردم. این بینیم قاطی میشه فارسی ها، ولی تو این نباید بشه چون به صورت PDF بودیم. صدها چیز مربوط به خلوت فراموش کردم در مورد خواهرزاده های دوقلوی پروستاد بنویسن. ناپلئون و کارل مارکس و نادرشاه هم گرفتار این دوقلوها بودن. چند روز پیش رفتم آزمایشگاه برای تجزیه ادرار، گفت $220. گفتم آزمایشگاه سر کوچه $100 میگیره، تازه ادرارش رو هم خودش میده. به دکتر گفتم صبح که بیدار میشم اخلاقم مثل سگ، تمام روز مثل خر کار میکنم، بعد از ظهر مثل اسب عصاری به دور خودم میچرخم، شب مثل یک گاو میخورم. دکتر به من گفت چرا اینجا آمدی؟ برو دامپزشک. هر وقت سری به صندوق نامه ها میزنم صندوق پر است از آگهی در مورد سنگ قبر، زیبایی گورستان و سوزاندن جسد. تازگی ها یک مؤسسه ایرانی هم به این کار مشغول شده که با رنگ بابا کرم خاکستر را در کوزه در کوه پراکنده می کند. در حال حاضر که من هنوز زنده ام بحث بر سر این است که آیا لوله سرم را در بیمارستان قطع کنند یا خیر، و دعوا بر سر این است که خاکستر را در کوه بریزند یا دریا یا در سطل آشغال. آیا با این تفاصیل فکر می فرمایید که دیدار به قیامت خواهد بود؟ من که فکر نمی کنم. به گفته کمال الدین اسعد اصفهانی این همه خود تیوت است، طنزی است که لبخندی به لب آن عزیز گرامی بیاورد. چندان که تو را به جد بود کار، گاهی به مزاح وقت بگذار. چندان محتاج حظ باشی، هر چند که از اهل فضل باشی. آقای چمنارا، این قسمت آخریشو من به شما پیشنهاد میکنم که حتما حرف این دوست 96 سالمون رو گوش کنید. گاهی وقتی حزل و شوخی و اینها رو داشته باشید و فضل رو یه مقداری ولش کنید و بهش استراحت بدید. دوستان عزیز، فکر کنم دیگه 3 ساعت برنامه بستتونه. همینجا من از شما خداحافظی میکنم و اگر این برنامه ها مورد پسندتون قرار میشه حمایت کنید، به دیگران هم معرفی کنید، ویدیوهای ما رو با دوستانتون شیر کنید، روی فیسبوکتون از دوستان تقاضا کنید بخواین که به مردم تیوی بپیوندن. اول خودتون این کارو بکنید، بعدن اونها. اگر این برنامه ها شما رو آزار میده، شما یکی از اونایی هستید که به درد خود آزاری گرفتار هستید.
خب برید یه جای بهتر پیدا کنید، لطف کنید به منم بگید بیام نگاه کنم، اگر ویدیوش مثل آقای نادر رفیعی و شهبال شب‌پره نباشه شاید ما هم اینجا رو بستیم مثل آدم آمدیم نشستیم اونجا با شما ویدیو نگاه کنیم و گل بگیم و گل بشنویم و دیگران رو مسخره کنیم. روز روزگار بر شما عزیزان خوش.